خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز شنبه است و ما به جای دیروز که غائب بودیم امروز برنامه میذاریم خدمت شما. گفت ملا نصرالدین مدرسه نمیرفت، روزی هم که میرفت جمعه بود. حالا چون تو آمریکا شنبه و یه شنبه تعطیله، میشه بگید که سربی مدرسه نمیرفت، وقتی هم میرفت شنبه بود. خیلی خوشحالم که امروز با آقای امیرحسین لادن خواهیم بود تا درباره یه مقاله‌ای که ایشون 10 سال و نیم قبل نوشتن و به نام مبارزه پنهانی اسرائیل با تسلیحات هسته‌ای ایران هست، در اون مورد صحبت کنیم. و شما هم اگر در حین برنامه سوالی یا نظری داشتید میتونید روی فیسبوک بنویسید و با ایمیل و با تلفن و اینها، ما دیگه همه وسیله ارتباط رو گذاشتیم و هیچ عذری موجه نیست به قول دوستان. و اما امروز شنبه است، 7 سپتامبر 2019، برابر است با 16 شهریور 1398. متاسفانه 16 شهریور در تاریخ ایران در دوره شاه فکر کنم 1351 و اینها بود که چند تا از مجاهدین رو کشتن و همین کشتنهای این جوانها بود که باعث شد پایه های حکومت شاه به اصطلاح لرزان بشه و خودش هم به وسیله اون اسلام پناه بودنش و همسرش هم خانم فرح دیبا تیشه بر ریشه خود زدن. آقای لطیف زمانی، من سلام میکنم خدمت شما و اون دوست و فامیل ما که با شما صحبت کرده بودم در رابطه با لندن و مشکلاتی که داشته و اینها، به سلامتی به ایران برگشته و به خوشحالی رفته شیراز نزد مادرش که بیمار بود و چشم به راه این فرزند بود که 20 سال ندیده بودش. و من از شما ممنونم. خب دوستان عزیز، اگر در لندن، در انگلستان کاری دارید، قانونی یا حتی غیر قانونی کاری انجام دادید، به مشکل برخورد کردید، با آقای لطیف زمانی تماس بگیرید، باشون مشاوره کنید. و من فکر نمی کنم مشاوره اولی پولی بگیرن ایشون یا حق و زحمه بگیرن. اگه بخوام بگیرن هم خب به شما میگن. این ماجرای پول گرفتن و حق و زحمت اینجوریه، یعنی به نظر بعضی ها خیلی عجیب میاد. مثلا یه دوستی، حالا من اسمش هم نمیگم، این برای من یه چند تا ویدیو فرستاده بود. اولا ویدیوهاش 90 درجه چرخیده، حالا خب میدونید دیگه بعضی ها خوابن ویدیو میگیرن. البته این بنده خدا آمده یه نقشه‌ای کشیده و رو دیوار زده و خیلی زحمت کشیده و اینها، و گویا خودش هم جزو سپاه پاسداران بوده و اینها، و به من میگه که به اصطلاح کمک کنید اینها پخش و منتشر بشه. گفتم با وجودی که اشکال داره کارهای اینجوری، بعضی وقتا اشکال داره، شما نمیتونی همینجوری بیاری یه نقشه یه کشوری رو بکشی، یه چیزایی رو بگی، بعضی وقتا اصلا فکر میکنن شما نفوذی هستی، آمدی این خبرهای دروغ رو پخش کنی و اینها، و قرار نیست تو رادیو تلویزیون به ما بگی. شما که مثل مجاهدین احمق نیستین که نقشه نمیدونم تسلیحات هسته‌ای یا نیروگاه اتمی ایران رو بیاری تو تلویزیون نشون بدی. برو بده آقا به CIA، برو بده به هر کشوری که هستی، احتمالاً ممکنه یه پولی هم بهت بدن، یا اگه پولم ندن اقلن تسهیلاتی برای شما قائل میشن که به اصطلاح پناهجو اگه هستی پناهنده بشی، اگه پناهنده هستی سیتیزن بشی و بری چی. ایشون برای من نوشته بودم اگه خواستید با هزینه کمی اینها رو از تلویزیون مردم پخش میکنیم، چون باید درستش کنیم، ویدیو رو 90 درجه بچرخونیم و بعدم پخش کنیم، یه روز بخوای، سه روز بخوای، 10 روز بخوای. نوشته بود ای من باید پول بدم، من دارم به مردم خدمت میکنم. گفتم خب من یه آزمایش کوچولو میکنم به شما خبر میدم، اینو چاپ میکنم میبرم اینجا یه نون میگیرم. حالا فروشگاه آمریکایی هم نمیریم که زبان ما رو نفهمه، میریم فروشگاه عسل، میریم فروشگاه یاس، میریم خاربار شیراز، میریم فروشگاه ساسان. میگن آقا ساسان 2 تا نون بربری به ما بده.
وقتی نون داد این عکس ویدیوی شما رو نشون میدیم، میگیم این آقا آمده داره افشاگری میکنه، خدمت به مردم میکنه، ما هم خدمت به ایشون میکنیم، شما هم خدمت به من کن، مجانی بده. فکر کنم یه نگاهی به اون دوستان میکنه، میگه ما فکر میکردیم این سربی عقلش رو تا حالا از دست نداده، این یکی هم عقلش رو از دست داده. در صورت دوستان بیمایه فطیره. و جالبه خودمون از این ور میگیم خمینی نمیدونم اینقدر میلیون دلار پول گرفت از خارجی ها، بعد خودمون از اون ور میخوایم همه بیان برای ما مجانی کار کنن. آقا خانم بدون پول شما نمیتونی جنبشی داشته باشی، نمیتونی حرکتی داشته باشی. اگر هم یکم با شیرازی ها گشته باشی، شیرازی ها میگن اگر میخواین گوهی بخورین، قاشق گوه خوریتونو باید همراهتون بیارید. این بی‌تعارف خیلی ساده به زبان لوری. بله در هر صورت این دوستمون نه بدون پول، آقا برو شما بده به اون تلویزیون معتاده هست توی لس آنجلس برات پخش کن. درود بر شما و شنوندگان و بینندگان شما، خدا رو شکر که این مشکل دوستمون هم حل شد. خیلی ممنونم. در هر صورت شما لطف کردید و گفتید که چیز کنیم که دیگه اون فاصله تماس گرفتن و اینها، به من خبر دادن که ایشون به سلامتی رسیده ایران و رفته شیراز و مادرش هم که به اصطلاح بنده خدا دیگه زمینگیر شده بود خیلی خوشحال است. دوستان روی صفحه فیسبوک شخصی خود من یه ویدیویی هست که نمیدونم مال چند سال پیشه. حساب کنید که اگر امروز آقای بیل گیت مثلا فکر کنم 70 سالش باشه، اگر 70 سالشه خب برگردیم 50 سال عقب، بعد 32 سال بیام از این ور. حالا همه میگن چرا اینجوری حساب میکنه، چون میدونید ایشون دانشجو بود، بعد دانشگاه رو ول کرد. وقتی دانشگاه رو ول کرد یه دفعه یه چیزی به نام مایکروسافت و این کامپیوتر، شما کامپیوتر قرار نبود هر کدوم از ما کامپیوتر تو خونمون داشته باشیم، بعد حالا دیگه کامپیوتر تو دستمون داریم، تلفن داریم، ماشینا کامپیوتری شده و اینها، اینا رو همه ما مدیون این آقای بیل گیت درس نخونده و از دانشگاه، اینجا میگن دراپ آوت، اخراج نه، اخراج کسی که میندازنش بیرون، دراپ آوت یعنی خودش نرفته و میاد توی اون دانشگاه بعد از 32 سال بهش دکترا میدن. یعنی شما مهم نیست چقدر کتاب خونده باشی. ما تو ضرب المثل فارسی حتی یه شعر قشنگی هست که میگه بعضیا این سوادی که دارن مثل این میمونه که شما بار یه الاغی به جای آجر و نمیدونم آهک و هندونه و انار کتاب بار بزنی. این بارشه کتاب، ولی چیزی تو مغزش نیست. در هر صورت اون ویدیوی بیل گیت رو روی فیسبوک نگاه کنید، اگه کسی کیفیت بالاتر و بهتری داره پخش کنید و ببینید که این مرد با چه افتادگی میاد صحبت میکنه و چقدر قشنگ جوک میگه به دانشجوهای دیگه. میگه که اینا میدونید چرا من رو برای روز فارغ التحصیلی شما دعوت کردم بیام اینجا سخنرانی کنم؟ چون میدونستن اگه برای روزی که شما میاین دانشگاه من سخنرانی کنم، شما همه تون مثل من دانشگاه رو ول میکردید. بعد توضیح میده که چطور شد و رفت و ایماد اینا، بعد در رابطه با استیو جاب هم صحبت میکنه، ولی فامیلی استیو جاب رو یه چیز دیگه گفت. حالا نمیدونم، میدونید که این استیو جاب اصلش از سوریه اومده بوده، پدرش مادرش هرچی، بعد وضع بسیار بدی داشته و اینا که بعدم بیچاره به 60 سالم نرسید اگه اشتباه نکنم فوت شد و اون همون مک به اصطلاح اپل و مک و اینها رو از اون داریم. خب گیر به ما لورا دادید، love you good luck I love you so much. بله این ماجرای لورا، وقتی میگن لوری بهت میگم، منظور این نیست که به زبان لوری، منظور اینه که اینا خیلی ساده بی قش قل و قم و بدون دروغ هرچی تو دلشونه بهت میگن. حالا ما به این آقا گفتیم ضمناً یادتون باشه این استان فارس یه سریش لوره، یه سریش فارسه، یه سریش ترکه و شما همه لورا رو چیز نکن بر ندار، یه چندش هم بذار با ما باشه. ممنونم. بله ویدیوی بیل گیت در مراسم اهدای دکترا، بعد اینجا نوشتم ببینید اینا کجا هستن و ما کجا. دیدم آقای
آریانپور یه مقاله ای رو یه نفر نوشته بود راجع به آقا اینقدر به پرسپولیس و داریوش و کوروش و اینا چیز نکنین، حتی این پرسپولیس رو مثل یونانی ها ساختن طرحش و فلان اینا رو. بعد آقای آریانپور خیلی قشنگ نوشته بود آقا من اصلا هیچ نظری ندارم. راستم میگه، من و شما چه نظری میتونیم داشته باشیم در رابطه با 2500 سال پیش توی دشت مرغاب یه دفعه یه ساختمونی هست، بعد میگن این مال کوروش بوده و فلان و اینها، این ده ها هزار سرباز داشته، میگیم آقا این سربازاش کجا زندگی میکردن؟ کسی که همچین قصری برای خودش ساخته اگه آدم عادلی بوده باید یه قصری، خونه ای، چیزی هم برای سربازا ساخته باشه، اثری ازش باقی مونده باشه. هیچی نیست اونجا. در صورت اونم بحثی که اصلا فایده نداره و ولش کنیم بره. و اما آقای مانوک خدابخشیان فوت شد، از دنیا رفت. حالا چه میشه؟ این جنبش ما به کجا میرسه؟ دیدم این نشریهی توی چیز هست، توی لس آنجلس، و آقای بیژن خلیلی اگه اشتباه نکنم با دوستانشون این نشریه رو منتشر میکنن. بذارید من براتون نشون بدم و بهتون بگم که ما ایرانی ها چقدر دروغگو هستیم، چقدر چاپلوس هستیم، چقدر زبون باز هستیم. و بیایم، چرا من نمیدونم، آها این ترابل، رفتم به جای برنامه لایو رفتم توی مسافرت، همش فکر مسافرت هستم. اینجا ببینم کدومش بود، اسمش هم نمیدونم چیه، ایران شهر فکر کنم باشه، یا خلاصه مطلب این که نوشته بود که مرد اول فوتبال و مرد اول تفسیر فوتبال و تفسیر سیاسی درگذشت. آقا خب شما اینو میگی، وقتی میگی مرد اول، حالا یعنی با دوم، سوم، چهارم، پنجم ایناشم بنویس برای ما ببینیم اونا کیان. یعنی اون بهمنش و روشنزاده و دیگران اصلا چیزی نبودن. بعد تفسیر فوتبال یا گزارش فوتبال، اینم من نمیدونیم. البته تو آمریکا هم هست، دارن بازی میکنن، بعد از چند روز دوشنبه میان میشینن بهشون هم میگن آها همون ایران شهر بود، اینا در باره ایرانیان چیز میفرستن، به اصطلاح ایرانیان ایونت، ایونت یعنی برنامه چیزی که هست. بذارید من از رو خودش براتون بخونم که شما ببینید ما چقدر کارمون خرابه. یه دوستی دارم گاهی وقتی هم با هم به اصطلاح سرشاخ میشیم، این ماجرای سرشاخ، همیشه آقای چمنارا به من میگه بیاران چه داری ز مردی و زور، و میگه حالا میام با هم سر و شاخ میشه. بذارید من اینو نشون بدم، ضمن این که آرزو میکنیم اگه خدایی هست، خدا آقای مانوک خدابخشیان رو رحمت کنه، به خاطر این همه دروغی که گفت، به خاطر این همه جوونهایی رو که با داستانهای دروغ اینها رو تبدیل کرده به یک سری آدمای ریسیست، ایرانی ها میگن راسیست، ریسیست یعنی نژاد پرست و کله پوک. مرد اول تفسیر فوتبال ایران و تفسیرهای سیاسی درگذشت. حالا آقای بیژن خلیلی، من نمیدونم کی این مقاله رو نوشته، شما نوشتی یا دست اندرکاران، شما از خودتون بپرسید این تفسیرهایی که این آقای مانوک خدابخشیان مخصوصا این اواخر با این آقای علیرضا امیر قاسمی انجام داد، که من بارها گفتم آقا دیگه کسی که دستش اینجوری اینجوری میشه نباید بیاد جلو تلویزیون، شما هرچی هم میخوای دست اینجا نگه دار. والا من یه وقت ناخونم که بلنده مثل الان وقتی میام صحبت میکنم بعد خجالت میکشم تو تلویزیون. حالا نمیگم اینایی که مریضن خجالت بکشن، ولی بابا جون هر کسی را بر هر کاری ساختن، شما میخوای تفسیرم کنی، حالا برو تو رادیو بشین بنویس. یا قبلا یه آدمی بود برنامه آقای برنامه به اصطلاح نشریه سیمرغ رو منتشر میکرد، آقای مرتضی، اونم بنده خدا سرطان گلو گرفته بود، بعد این معتاده میآوردش، میگفتم آقا این بدبخت اگه سرطان گلو داره بهترین استراحت درمان اینه که حرف نزنه.
و بماند. در هر صورت آقای مانو خدابخشیان مرد، فوتبال ما، مفسر ما، حالا دیگه فلج، از اون بدتر سیاسی و مفسران سیاسی فلجتن. دیروز من میخواستم یه برنامه بذارم و اختصاص بدم به یک جوانی که به نظر من یه بچه ننه لوس و نونور بیش نیست، ولی ما رفتیم یه جایی گیر افتادیم و نتونستیم بیایم و برنامه اجرا نکردیم. بعد دوستی که داریم که فامیل ایشون هست به ما گفت آقا این ولش کن، اصلا اینا نفهمن فلان. گفتیم باشه و الا عکسش آماده کرده بودم و اینها رو بهتون نشون بدم که بگم کسی که به اسم ایرانیش افتخار نمیکنه و میره اسم ایتالیایی، اسم یونانی، اسم نمیدونم هر کشوری رو به خودش میذاره، به نظر من این دیگه حق نداره حتی درباره ایران صحبت کنه. حالا از اون پاشون رو فراتر میذارن، طرف اومده بدونی که برنامه‌های 20 سال گذشته منو دیده باشه میگه آقا شما چرا از جمهوری اسلامی چیزی نمیگی؟ گفتم که خب اینا به من پول میدن آقا. 20 سال پیش وقتی من خواستم این برنامه رو شروع کنم دنبال مجاهدین بودیم، دیدیم هیچ گویی نمیخورن، پولی هم نمیدن. دنبال شاه الله‌یا بودیم، دیدیم هیچ گویی نمیخورن، پولی هم نمیدن. ما گفتیم چیکار کنیم؟ اتفاقا فامیل همین آقا به ما گفت آقا بیا با این آخوندا کار کن، پول خوب. گفتیم چقدر مثلا؟ گفت آقا روزی $1000 بهت میدن و اینا دارن ماهی $30,000 میدن. حالا اینم ببرین بزنین تو یوتیوب مثلا بگید سوربی گفت آخوندا ماهی $30,000 به ما میدن. خیلی ممنون آقای خانساری. میدونم حتما ایشون الان داره میخنده که آخوندا بیان به یه نفر ماهی $30,000 بدن که بیاد چی بگه، اونم توی تلویزیون اینترنتی که ما بیشترین ویدیویی که داریم 600-700 تا تو یوتیوبه. بعضی وقتا فیسبوک نمیدونم یه جاهایی یک کسی میذاره، یه دفعه میره رو چند هزار تا و اینها. و به ایشون گفتم که شما بیا یه کاری بکن، من قید روزی $1,000 آخونده رو میزنم، تو که الان اینجا منیجرم شدی. حالا چجوری منیجر شده؟ این آقا حتی فامیلش براش شغل پیدا نکرد، اطمالا اونا میشناختنش که اگه اینو معرفی کنن مایه آبروریزی میشه. ولی من تماس گرفتم با یه دوستی که مثل برادرمون هست و گفتم این جوونه و دانشجو و اینها بهش کار بده و از همون کاره الان امروز شده منیجر. اگه شما بگید این یه چایی برای من خرید تو کباب بازار، یه نهار منو دعوت کرد، وقت به منم میگه عمو، 10 بار موقعی که این دانشجو بود داشت کارهای وبسایت و آیتی و اینا یاد میگره، ما بهش گفتیم آقا بیا یه نگاهی بنداز این، نمیخوادم بیای منزل ما که یه ساعت از وقت عزیزت گرفته بشه، نیم ساعت با این تیم ویور و اینها باشه عمو جون. میرفت 2-3 هفته پیداش نمیشد، من دیگه آخریا محلش هم نمیذاشتم. حالا این اومده نوشته اینجوری، گفتم آقا من قید روزی $1,000 آخوندار میزنم، تو و دوستای احمق‌تر از خودت که چند مدت با یه دوست، سری دوست احمق‌تر از خودش رفت آمد میکنه، اینا روزی $1 بدید و بابات اون روزی $1 هر چی میخواییم بیان تو تلویزیون مردم بگیم. بعد اینا رو هم کپی گرفتم برای اون فامیلمون فرستادم که نگاه کن این کسی که من که این آقا رو نمیشناسم، این از طریق شما با ما آشنا شده، حالا اینجوری. بعد نوشته عمو جون شما خیلی سفت گرفتی، من شوخی کردم. گفتم خب کاری نداره، منم به تو 1000 تا فوش میدم، 1000 تا تهمت میزنم، آخرش میگم آقا من شوخی کردم. عجب ملت پوفیوزی هستیم دوستان. خیلی ها طرف ایرانی لوس نونور یک عم از پای مامانش و باباش خورده، اینجام چند تا ماشین رو زده داغون کرده، چند تا دوست دختر داشته و چیز کرده ول کرده، بزرگترین جنبشی که انجام داده جنبش کونشه که بره نیویورک برقصه و اینا فکر میکنن میرن یه روز اونجا میرقصن، این پسره میره اونجا به دخترم میگه به مامانت بگو من دارم میرم نیویورک، برای ایران داریم کار میکنیم، حالا اونجا توی هتل سوار هم میشن. اینا واقعا اپوزیسیون ایرانه. براش نوشتم که ببین من حاضرم پول بلیت تو و پول بلیت تمام دوستات که میان اونجا تو کباب بازار میشینین مزخرف میگین بدم برید ایران. آقا مگه شما باور ندارید؟
ماها تو سال 57 انقلاب کردیم. من که بارها گفتم احمقا، من مأمور حکومت نظامی بودم. موقعی که شاه ترسوی شما با سگاش فرار کرد، من تو شهر خودم از طرف هوابرد نیروی ویژه کمیته مشترک با شهربانی مأمور حکومت نظامی بودم. میدونی یعنی چقدر بده؟ چون همه میشناسنت و اومدن رو ماشینم هم خط کشیدن نوشتن تا در لشکر یزیدی و از به همین قرار است. اینم سوغاتی شاه برای ما. اینم دینگ دینگ. بله ببینیم این دوستمون چی میگه. امروز هوا به شدت اینجا خوبه و بله خیلی ممنون. اوکی اینم از بله. خلاصه دیروز حالا یا از شانس این آقا بود که چیز شد اینا، ما نتونستیم نرسیدیم که اون فامیلشون هم نوشت آقا اصلا اینو محل نذار، عذرخواهی کرده فلان اینا. گفتم آخه بابا دو تا ببخشید، اون وقتا هم گفتن دو تا تو دهنی به اینا بزنید، حالا اینا که حرف زدن هم بلد نیستن، دو تا در کونی بهشون بزنید که اینا بفهمن. آقا من و اون فامیل شما امروز اگر از اینجا برمون دارن بندازنمون تو صحرای آفریقا، دوباره زندگیمونو میسازیم. ولی شما نگاه کن، فامیلت اینجا بوده، هر وقت کمک خواستی کمکت کردن، آمدی تو خونش مفت و مجانی خوردی و خوابیدی، مامانت پول فرستاده، بابات پول فرستاده، چی کار کردی بعد این چند سال؟ بعد این چند سال شدی رقاص، بلندشی بری نمیدونم بند ببندی به کمرت تو نیویورک برقصی، بعدم بیای بشینی یه نهاری بخوری، مزخرف بگی، دوباره روز از نو رو بازسازی، خجالت بکشید. حماقت هم یه حدی داره. و هر وقت حاضر شدی چهار تاتون بیاین، شما چهار تا دو دقیقه صحبت کنید، هر چی دلتون میخواد بگید، من دو دقیقه صحبت میکنم، یعنی 8 دقیقه شما احمقا صحبت کنید، 2 دقیقه من که از شما احمق دارم که الان وقتم رو گذاشتم برای این موضوع. خلاصه دوستمون گفت که آقا من ضامن میشم، میخواستم نشون بدم بگم نگاه کنید این هیکلش، این عکسش، این اسمش، و ایشون از من میپرسه. اولا احمق جون به قول آمریکایی‌ها که میگه این آمریکا وقتی یه چی بهش میگی، میگه من آخرین دفعه که چک کردم هنوز توی کشور آزاد زندگی میکنم. آقا من تو آمریکا دارم زندگی میکنم و باید به تو جوابگو باشم؟ خجالت بکشید. بله خب ببینیم که دیگه چی داریم. مرد اول تفسیر و اینها مرد، آقای مالوک خدابخشیان، و ویدیویی هست آقای شهرام ایرانگومی برای من در قسمت پیام فرستادن، من این را هم به شما نشون بدم. درست در رابطه با همون صحبتهایی هست که من در یکی دو برنامه گذشته گفتم و به شما گفتم آقا آخوندار رو بذارید این آقای نمیدونم چی حالا اسمشم ایتالیایی اروپایی هرچی، این آقا بره سرنگون کنه، من و شما بیان یک کیف بخریم برای یه بچه، بیان یک کفش بخریم برای بچه مدرسه، این پوفیوزا رو ول کنیم که انقدر میخورن که فقط هی آروغ میزنن. اگه میتونیم یه روز پولی خوراکی رو ساده تر به جای چلو کباب یه سوسیس بخوریم، 2 دلار 10 دلارش رو بریم بدیم به یه نفر، این خیلی مشکله. آقا نکن، برو دنبال مانوک، الان دیگه رهبرتون رفت، شما هم برید دیگه، حتما حالا شب نشینی در بهشت دارن با آقای شاه، خوش باشید. نمیدونم آقای مانوک خدابخشیان چه جنبشی داشت، چه کار کرد، برنامهش چی بود، به جز این که همیشه بیاد فخر بفروشه قلابی در کتاب فلان اینو نوشته، فلان نویسنده فلان فلان، 4 تا اسمم میگو که اصلا حالا یا میدونستیم یا نمیشناختیم، اصلا who cares، اینجا میگن اصلا برای کی مهمه اینا، بعدم میلرزید و بعدم میرم. آقای علیرضا امیرقاسمی هم بعد یه عمر کارگردانی رقص و موزیک و اینها الان دیگه کاسه اینا قاشق همش از سم کفگیر همشون به ته دیگ خورده، حالا برای ما شدن سیاسی. خب ببینیم که کجا هستیم. دوستان اگه لطف کنید این برنامه ها رو با دوستانتون شیر کنید ممنون میشن. سالها پیش یادمه ما این مردمریپورت.com گفتیم بابا این نه پولی میخواد نه چیزی، تنها کاری که شما میتونید بکنید اینه که یک کلیک کنید یا آگهی یه فلان اینا. من نمیدونم ما ایرانی ها چرا اینقدر بیخیر هستیم. آقا شما برنامه رو نگاه میکنی یا خوشت میاد یا خوشت نمیاد، اگه خوشت میاد به دوستانت هم معرفی کن، اگه خوشت نمیاد هم بذار اونجا بگو بیان ببینین این مردک دیوانه چی میگه.
خب ببینیم کجا هستیم و چه باید کرد. ساعت 2:26 به وقت نیویورک هست. امروز شنبه است. شما اشتباهی اینجا نیومدید. دیدید ایرانی ها همش میگن آقا ما داشتیم کانال ها رو میچرخوندیم. من یاد این آتش گردون میفتم که برای قلیون میخواستن زغال روشن کنن، میذاشتنش اینجوری میچرخوندنش به جایی که بادش بزنن. یه چیز جالبی هم بود، اون هم نیروی گریز از مرکز باید حواست بود، هم این سیمه گرفته بودش اینا. میگه ما داشتیم همجوری میچرخوندیم، والا من هنوز ریموت کنترلی ندیدم که بچرخه. چیزی که هست مثل شیشه ماشین که با وجودی که الان برقیه، شما بغل هیچ ماشینی وای نمیسی اینجوری کنی. اگه اینجوری کنی فکر کنی لاستیکش یه طور شده. اینجوری میکنی. دوستان ایرانی هم میگن ما همینجوری داشتیم میچرخوندیم کانالا رو. یادتون اون کانالای قدیمی، اول یکی بود بعد شد UHV و UFF، یادم رفته اینا هی عوض شد. بالا رو میچرخوندیم، پایین رو میچرخوندیم، بعد دورش هم یه چیزی داشت اینجوری میکردیم. بمانم همه تصادفاً نگاه میکنن برنامه ها رو. شما نگاه کنید، یه ایرانی نیست که بگه آقا من برنامه های اینو نگاه میکنم هر هفته و توی فلان تاریخ اینو گفت. میگه آقا داشتم تصادفی رد میشدم از یه جایی، پام افتاد تو جوب، سرم خورد به نمیدونم نرده، کانال تلویزیون روشن شد، من سوربی رو دیدم. در اصل بفرستین برای دوستانتون که خدایی نکرده اینها تصادف نکنن، تصادفی نیان ببینن. منم به سلامتی شما و به سلامتی اونهایی که باور دارن تمام راه‌های سخت و راه‌های طولانی با اولین قدم و قدم‌های کوچک و پیگیر. داریم شعر دیگه، رهروان است که آهسته و پیوسته رود، رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود. داستان مسابقه خرگوش رو با لاک‌پشت بخونید که خرگوش آمد فخ میفروخت به این لاک‌پشت. لاک‌پشت گفت برو. خرگوش‌ها چند سال عمر میکنن؟ اینقدر تند میدوان اینا، میخوان زود برسن آخر عمرشون. ولی لاک‌پشت 90 سال 100 سال 200 سال عمر میکنه. دیدید چقدر یواش یواش با تأنی 4 تا پا داره، این یکی رو برمی‌داره اسلو موشن میذاره، بعد حالا میگه کدوم شو بذارم، این چپ بود، حالا راست رو میذارم، حالا پای عقب این رو میرم. در صورت اونایی که باور دارید باید قدم به قدم جلو رفت و آهسته آهسته، بیان با هم این فیلم رو ببینیم. صداشم من باز کنم، امیدوارم صدای زیاد نباشه. نوشته بهترین نظریه محرم. اینو ما قبلا هم دیده بودیم، کاری به ماه محرم نداره، ولی الان چون تو ایران ایام ماه و محرم و این چیزا هست، خب چه بهتر که ما این رو در این قالب بهتون نشون بدیم. اگه کسی بوده قدیما باور داشته به نظری و اینها، الان بیاد این کار رو به اصطلاح به جای اون انجام بده. ببینید اینا با یه ماشین رفتن و ببینید اینا جوون هم هستن، کیفای مدرسه، کیفای رنگی رو میدن به بچه ها. دلم میخواست بس از اون خواهر شیری دیگه، چشمم به دنیا باره میشم، میونه قلب مزوکم. بله این آهنگ رو من صداشو پخش نمی کنم چون یوتیوب ایراد میگیره، ولی میبینید اینا با یه ماشینی اومدن. حالا تو ایران به این ماشینا میگن شاسی بلند یا مینی ون. پشت رو باز کردن میبینید این پسر فلجه، ولی ببینید خوشحالیش. حالا فیلمم کیفیت خیلی بالایی نداره، خوشحالیشون. اولا این کاری کرده که این بچه‌ها قشنگ تو صف وایسن، دخترها این ور وایسادن، پسرها اون ور وایسادن، اینا هم دارن اینا رو پخش میکنن به جایی که نظری بذارن. آقا تو همین لس آنجلس میگن سفره ابوالفضل میندازن، خانما میان همه موها طلایی، همه نمیدونن صورتها جراحی. و در صورت ممنونم آقای شهرام ایرانبومی و امیدوارم که دوستان بیننده و شنونده هم به اصطلاح این کار رو انجام بده. ایشون میگه که من کردم، ببخشید، از دوستانی که در فیسبوک من آمدن اینجا تشکر میکنم. به مردم تیوی خیلی ممنون. شما راجع به شیر کردن میگید، من ممنونم از شما. و اون شیر کردن، شما همین زیر برنامه ما یه جایی نوشته شیر، بذارید من اینو
نشون بدم. احیانا اونایی که نمیدونن ممکنه وحشت کنن، بگن آقا اگه شعر کنیم چه میشود و اینها. و خوب شد حالا اینو گفتم، خود منم شعر کنم این ویدیو رو با دوستانی که روی مردم تیوی هستن. نگاه کنید دوستان، من مثلا اینجا میرم تو صفحه خودم، بذارید بهتون نشون بدم. اینجا با این کامرای دو مال شماست. ببینید این ویدیو که اینجا هست، من می‌نویسم شعر، میپرسه با کی میخوای شعر کنی، میگم پابلیک، همه دوستان. یا این یکی، البته دیگه مزخرفه این 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا گذاشته، آقا بنویس شعر میخوای با کی بکنیم، ما می‌نویسیم خودمون دیگه. یا تو پیج ما، چون مردم تیوی پیجه، روی این شعر میکنیم. حالا یه چیز دیگه هم داره نوشته واچ پاردی. این واچ پاردی هم من حقیقتش درست دستگیرم نشد که چه کار میکنه. حالا ما میگیم که شیر استارت واچ پاردی، زدیم واچ پاردی، دوباره یه صفحه شروع شد، اسامی رو مینویسه، میتونیم بگیم با اینا یکی یکی، میبینید با این، میبینید اینجوریه دیگه. باید نترسید، گاهی وقتی ماوستون رو این ور اون ور ببرید و به قول معروف اون موشه این وسط، من و شما گربه هستیم، نترسید دیگه. گرچه بعضی وقتا تو این فیلم های تامنجری که نگاه میکنید باید مواظب موش ها باشید که چقدر زیرک هستن، و دیدیم چه دردسرایی برای اون گربه درست میکنه. ما تو زبان فارسی باز داریم پشه چو پر شد بزند پیل را، یعنی پشه به اون کوچیکی اگر به اصطلاح به اینجاش برسه، میاد میزنه پدر پیل رو در میاره. گویا در یکی از جنگ ها هم هست که نمیدونم زنبورها به فیل ها حمله میکنن، این خدا هم برای خودش مسخره بازی در آورده. اول حیوانا رو آفریده، آدم رو آفریده، اول شیطون رو آفریده، بعد این رو آفریده، بعد اون رو آفریده، بعد مثل این دیکتاتورای نادان که میگن تفرقه بنداز و حکومت کن، بین شیطون و انسان تفرقه انداخته داره حکومت میکنه. چه حکومتی؟ از روزی که ما اسم خدا رو شنیدیم، یک روز این دنیا نه آرامش داشته نه صلح داشته. حالا که اینجوریه دیگه، نمیدونم، این اونو میزنه اونو میکشه. و اما در آمریکا چه خبر؟ امروز دیدم یکی از دوستانمون که از ترکیه آمدن و اینجا دیدم فیسبوک نوشته بودن که این آخوندهای پدر سوخته نباید به ما شفاف سازی کنن و جواب بدهن. نوشتم دوست عزیز، حالا من که 20 دقیقه‌ای کاخ سفید هستم، شما 8 ساعتیش هست، این کاخ سفیدی که آبرویی داشت در دنیا، چه ها ما شنیده بودیم، چه داستان ها شنیده بودیم. اینجا ماجرای چکن بلنس هست، اینجا وی دی پیپل یعنی ما مردم، اینجا رأی مردمه، از مردمه، حکومت مردم ساری. برید به کجا رسیده، یه شالاتانی آمده و این الان شما باورتون میشه این ماجرایی که میگه طوفان رفت زد آلاباما و اینا، این چون شالاتانه بلده چجوری داستان رو بچرخونه و اذهان رو متوجه جای دیگه بکنه. و برای من جالبه که این خبر به اصطلاح سی ان ان و اینا میافتن تو دام این، همه ماجرا رو ول کردن. آقا ماجرای بزرگ الان اینه که شما اون کانفلیکت آف اینترست و خلاف قانون اساسی که کسی که یه شغلی داره در دستگاه دولتی نمیتونه از اون شغل برای پسرش، برای دخترش، برای خودش، برای شرکتش منافعی رو به اصطلاح بسازه، این مردک آمده نخست وزیر رو فرستاده، معاونش رو فرستاده ایلند، اینجا داره طوفان میاد، من میخوام اینجا باشم مواظب طوفان. آره اروا بابات خیلی تو آدم با تجربه هستی، ما به وجود کثیف تو اینجا احتیاج داریم. بلند شده اونو فرستاده ایرلند، برو کجا؟ اینجا میتینگه، ولی تو برو 300 کیلومتری توی اون هتل و توی ریزورت من اونجا بگیر که وضع اونا بده، یه پولی ما از دولت آمریکا بره تو جیب آقای ترامپ. اون احمق هم بلند شده رفته اونجا. میدونید نخست وزیر اینجا یا معاون معاون جمهور، رئیس جمهور اینجا رو، اصلا این انقدر بیروه صورتش و اینها،
میگن این ایلینه. ایلین یعنی اینای فضایی، موجودات فضایی که از خارج اومدن. ایتی هست الان یادم رفته برای چی استند میکنه این ایتی. خب در هر صورت این رفته اونجا، دوربر این بودن که آقا تو نمیتونی همچین کاری کنی، نمیتونی بری خارج اونجا که رفتی جی 7 بهشون بگی سال دیگه که میای بیان تو هتلای من تو فلوریدا. گندش بالا اومد، پولیتیکو، واشنگتن پست و اینها رفتن نگاه کردن. هواپیماهای نشنال ایرگارد، من نمیدونستم اصلا ما نشنال ایرگارد داریم، من میدونم نشنال گارد داریم ولی دیگه نمیدونستم نشنال ایرگارد هم داریم. هواپیمایی که از اینجا میره میخواد بره میدل ایست، میخواد بره این ور اون ور، اون وقتا میرفتن تو آلمان، میرفتن تو ویسبادن، میرفتن تو بیس ها یا تو فرودگاه های ارتشی آمریکا مینشستن و بنزین میگرفتن و بعد اونجا هم هتل های نزدیک میرفتن. اینا هم میگه شما برید ایرلند، نمیدونم برید فلانجا توی هتلای من، چون هتلاش داشتن ورشکست میکردن. خب حالا اینا که میرن اونجا، هواپیمای ارتشی نمیدونم 337 بزرگ میشه میره اونجا میخواد سوختگیری کنه، از اینایی که میره به هواپیمای دیگه سوخت میده. این اون هواپیمای اون فرودگاه نزدیک اون ریزورت این فسیلیتی رو نداره و میلیون ها دلار من و شمای آمریکایی داریم مالیات میدیم، باید بیشتر پول سوخت جت بدن، بنزین بدن که اون هواپیما بتونه با کامیون بیارن اونجا. در صورتی که پایگاه های آمریکایی در کشورهای اروپایی که یکی و دوتا و ده تا و بیست تا نیستن، همشون فرودگاه های بزرگ دارن، فرودگاه های مجهز به سوختگیری مجدد دارن. اینم یه ماجرا. ولی گفت اب نداره، بذار هر چی میخواد خرابکاری کنه، دلم از این خرابی ها بود خوش، خرابی تا بدانجا کاباد میگردن. این کاره باعث شد که الان دیگه سفت و سخت دنبال ایمپیچ یا اون استیزایش هستن و این با این سابقهی که داره استیزا اگه بشه مثل آقای نیکسون نیست بای بای کنه و اینجوری کنه بره. بای بای میکنه باید بره زندان نیویورک، بای بای میکنه باید بره زندان آتلانتیک سیتی، بای بای میکنه باید بره زندان واشنگتن و هزار تا زندان دیگه منتظرشن به امید اون روز. خب این از این. و ببینیم که ویدیوی آقای شهرام ایران بومیرم بهتون نشون دادم، بازم از ایشون ممنون و متشکرم. همونجوری که گفتم یادتون باشه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم تا درباره مبارزه پنهانی اسرائیل با تسهیلات ایرانی که حالا ویدیوها و برنامه‌های اومده بیرون بعد از اینکه اون فخرآور گفت که فرح دیبا با روسیه معامله کرد و انقلاب را انداخت و اینها، این الان ویدیوها میگه یک خانمی که رفته کلیم، باباش کلیمی بوده، مادرش کلیمی نبوده، میدونید این کلیمی ها هم بی خود نیست، هر چی هم میگذره تعدادشون زیاد نمیشه، میگن اگه تو میخوای باید کلیمی باشی باید از مادر کلیمی دنیا آمده باشی. خب نسلشون برچیده میشه اینا. بمانه این خانم مادرش کلیمی نبوده، پدرش کلیمی بوده، بعد دنیا که آمده 20 سالش که شده یه دینی هست مثل اینایی هست که اون فیلمه اون روز بهتون نشون دادم، یه جایی تو ایران هم هست گویا صد و چند سال پیش تو دوره قاجار اینا گفتن ما میریم منتظر امام زمان و یه دی رو دورش دیوار کشیدن و میگن اونجا نه برق دارن نه گاز دارن اینها. گویا توی اسرائیل هم یه سری محله های هست، دهاتی هست که اینها اینجوری زندگی میکنن، اولا به اندازه‌ای که لازم دارن تولید میکنن، حتی میگه ما تولید نمیکنی به یکی دیگه بدیم، ما اینقدر میخوایم اون اینقدر میخواد بخوره درست کنه بخوره بخوابه دستی. این خانم بعدا شده به اصطلاح مأمور موساد و حالا رابطش رو با خانم فرح دیبا بگردید پیدا کنید. من ویدیوشو گذاشتم، اگر به اصطلاح این اسم چیز بشه اسم این خانم رو هم براتون میگم که بگید بنویسید فرح دیبا و این و ماجراش میاد. اینم یکی از این ماجراهایی که در چند روز گذشته به اصطلاح آمد بیرون. دوستان عزیز همونجوری که بهتون گفتم امروز 16 شهریور 14 15 روز دیگه باقی نیست به اول مهر ماه،
اول از خانواده هاتون شروع کنید، بعد از کوچه و خیابون، اگر میتونید به اصطلاح وسعتون میرسه کمک کنید به دیگران. اینم از این. این جهان نگران نباشید، این دوست ما رقاص نیویورک و اون یکی نمیدونم از ایران بلند شد اومد اینجا تا رسید اینجا، زنشو طلاق داد، حالا هر روز میشینه جوکای ضد زن و فلان اینا میگه. همین دوره هم جمع شدن 7-8 آدمی که حاصل زندگیشون شما بریزید توی کاسه، توی کاسه یک کتاب ازش بیرون نمیاد. یعنی قولتون میدم از اینا سوال کنید شما آخرین کتابی که خوندی چی بوده، کی بوده؟ هیچ. مامان و ننم به بابا و نوام به زور فرستادن مدرسه، اون کتابرم که نخوندم که همینجوری. اون وقت اینا دلشون خوشه، اینا تازه میان به دیگران میگن آقا تو چرا این نمیگی؟ میگن آقا مردک تو برنامه من همه‌شو دیدی، حالا گیرم که همه رو دیدی. ما که بارها گفتیم آقا این همه تلویزیون دارن 40 سال فحش میدن چی شد؟ یکی یکی میمیرن. آقای مسعود صدر، اون آقای کی بود خیلی هم فکر میکرد خوش تیپه بله، اخوان سهراب اخوان رفت، این آقای مانوک خدابخشیان رفت، سهرابی هم پس فردا میره. شما بشینین میخواییم چی کار کنید؟ برید کارتون انجام بدین. اگه تو آدم درست حسابی بودی این چند سالی که من میشناسمه، تا حالا من چند بار برد این برو بر کار کردم، از همین ماشینم تصادف کرده کجا برم، از همین راهنمایی که اینجوری کنم اون کنم، میخوام برم اوبر رانندگی کنم چی کار کنم فلان اینا، تا زنگ بزنیم به دوستمون که من این کار برای فامیل خودم نمی کنم، بگیم آقا این کار بدش و بعدم. واقعا آدم های بیمعرفت بیشعوری هست. حالا میخواین خوشتون بیاد میخواد بدتون بیاد، یعنی اگه شما بدت بیاد نشون میده شما هستی که بیشعور و بیمعرفتی، اونی که با شعور و با معرفته میگه نه آقا این سربه با من نیست با فلانیه. یه بیشعور و بیمعرفتی رو تو زندگیش حالا یا فامیلشه یا دوستشه میدونه و میشناس. خب بریم سراغ نوشته هامون که امروز چون برنامه روز جمعه رو داریم انجام میدیم، بذارید جمعه بازار و اینها تو آمریکا اینجا میگن TGIF، میگن خدا رو شکر که جمعه رسید، یعنی دیگه حالا هرچی خوب و بد بود گذشت. دلیل اولیش اینه که جمعه ها اینجا حقوق میگیرن هر هفته. آمریکایی‌ها اگه مثل ایران بگه من 6 ماه کار کردم پول نگرفتم، وقتی میره خونه بچه‌هاش و زنش همه مردن، اینجا یه هفته کار میکنه باید پولشو بگیره. بعضیا زودتر پول رو فروختن. برید ببینید اینجایی که نوشته چک کش حقوقتون نمیدونم فلان سند ماشینتون رو بیان برید ببینید چه خبره. و از اونا بگذاریم، یه شوخی هم اینجا هست نوشته وسعت دل. حتما شما هم دیدید به هنرمندا میگن شما کدوم آهنگو بیشتر دوست داری؟ میگه بابا این آهنگا مثل بچهای منن، من همشون رو دوست دارم. حالا در همین اولوش یه جوک بهتون میگم. آقای احمدیان سلام، من چندین بار برای شما نوشتم اگه دوست داشته باشید میتونید مثل قبل در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. دوستان عزیز آقای بهمن احمدیان دیدم که روی فیسبوک هم فعالیت میکنن، شما از صفحه ایشون دیدن کنید، باشون در تماس باشید. ایشون هم یکی از فعالینی هستن که دنبال رو و راه مصدق رو به اصطلاح دنبال میکردن، ولی در آمریکا اینجا فقط پول صحبت میکنه و ایشون با وجودی که خیلی هم پول خرج این به اصطلاح سیاست مدارا کرد و اینا، من خودم شاهدم سفرهایی که به واشنگتن میکنن اینها، ولی به نظر میرسه اونها هم فقط میگه تا پول داری رفیقتم، عاشق بند کیفتم. حالا اجازه بدید من صفحه فیسبوک ایشون رو بهتون نشون بدم و اگر ایشون خواست ما باز خوشحال میشیم که مثل قدیما با در تلویزیون مردم برنامه داشته باشیم. ایشون هم صفحهش این هست دوستان، آقای بهمن احمدیان. من یادمه چون ماشاءالله همه ایرانی‌ها دکتر هستن اینها، یه دفعه من بهشون گفتم آقای دکتر احمدیان، گفت نه آقا دکتر احمدی داریم، دکتر احمدیان داریم، من دکتر نیستم. ولی ایشون یک آدم بسیار موفقیه که بهتون گفتم مهم نیست که شما چه مدرکی گرفته باشی، مهم اینه که حاصل زندگی چی بوده باشه. بله این صفحه ایشون هست. به نظر من ایشون باید عکس خودشو اینجا بذاره، عکس یه چیزی اینجا بذاره که در رابطه با خواسته و هدف شنا باشه، ولی اینجا روی قسمت عکس ها شما اگر
کلیک کنید میبینید اولین عکس دکتر مصدقه، بعد باز ماجرای دکتر مصدق در دادگاه و اینها، و این هست آقای احمدیان، آقای بهمن احمدیان، و بهتون گفتم خیلی فعال هستن تو کارهای سیاسی و اینها و با خیلی از نماینده ها سناتور ها اینا میبینید، مثلا با آقای جولیانی. ولی حالا نمیدونم روزی که آقای بهمن احمدیان میره توی برنامه‌ای با جولیانی عکس میگیره، میدونه که این جولیانی آقا دنبال رو و حقوق بگیره مجاهدین هست یا نه. در صورت آقای احمدیان با آقای بگید دیگه این چی بود، جان عجب جان مکین، بله جان مکینی که ازش پرسیدن با ایران چه کار میکنید، آهنگ بیچ بوی رو گفت براشون، گفت بام ایران بام ایران بام ایران، و همون باعث شد که ایشون ببازه. و این هم آقای احمدیان با جورج بوش، و بهتون اون روز هم نشون دادم، خب منم به دلیل کارهایی که انجام میدادم و میرفتم میمدم واشنگتن با خیلی از اینا عکس دارم، و خود اونا هم شما اگه پس فردا تو خیابون ببینیش اصلا یادت نیست. همین آقای جو بایدن، من یادمه یه دفعه تو نیویورک با اون آقای دکتر اکبر قهاری، ما از نیوجرسی رفتیم نیویورک، توی خونه اون آقای نمازی آقای جو بایدن رو آورده بودن برای فاندریزینگ که هر کی میرم یک پاکتی میذاش اونجا و اینها. یه بار اونجا، یه بارم توی مراسمی بود اینجا که من کار میکردم، که توی این مراسم این جو بایدن آمد و گفت من هر جا میرم تو اونجا هستی، بعدم اینجا منتظر چی هستی؟ گفتم منتظر آبجو هستم. گفت خب من برات میریزم، نمیشه که ما هم بیشه بخوریم، حالا یه بارم ما کمک کنیم. آدم بسیار خوبیه. در صورت این آقای جو بایدن و سیاستمدارا و دینای دیگر رو خیلی شما جدی نگیرید و فکر نکنید که اینجا واقعا وقتی میگه we the people، این v و v و w اینا رو ما ایرانی ها مثل اسپانیش ها که v رو با b اشتباه میکنن، ما هم این v که توی آلمانی تقریبا به صدای ف میده و w که توی آلمانی صدای و میده، به همین خاطر ما میگیم BMW. شما تو آمریکا به یکی بگی BMW نمیفهمه، ما بگی BMW یا بهش بگی بیمر. حالا چرا اسمش گذاشتن بیمر من نمیدونم. خب اینم از دوستان عزیز، ببینیم چی براتون گذاشتیم بخونیم و بنویسیم و بریم ساعت 3 یعنی 12 دقیقه دیگه میریم اونجا. حالا ملت میگن آقا جوکش چی شد راجع به دل و اینها، یادم نرفته. وسعت دل، میگه مردی بر همسر خود در آشپزخانه وارد شد. این از این نوشتارهای جدیده ها، حالا براتون بعد میارم یه نمونه بهتون نشون میدم. آقا خانم اون چیزی رو که میگی تو خونتون دوست میفهمه همونو بنویس. کدوم یک از شما میگید من بر همسرم در آشپزخانه وارد شده؟ میگی رفتم تو آشپزخونه خانمم اونجا بود. مردی بر همسر خود در آشپزخانه وارد شد و از او پرسید کدام یک از فرزندان خود را بیش از دیگر فرزندانت دوست داری؟ البته این آشپزخانه رو تأکید کرده چون حالا آخرش میفهمید که چی میگه. همسر او گفت همه آنها را، از بزرگشان تا کوچکشان، دختر پسر، همه برای من یکسانند و همه را به یک اندازه دوست دارم. شوهر گفت چگونه دل تو برای همه آنها جا دارد؟ همسرش جواب داد این خلقت خداست که دل مادر برای همه فرزندان خود وسعت دارد. مرد لبخندی زد و گفت اکنون شاید بتوانی بفهمی که چگونه دل ما مردها برای 4 زن همزمان وسعت دارد. خدا بیامرزتش. میگه روش والایی در قانع کردن داشت، یعنی منطقی صحبت میکرد. اون گفته همجور که تو قلبت اینقدر بزرگه، قلب ما بزرگه، ولی موقعیتش درست نبود که این مسئله رو در آشپزخانه مطرح کنه. یه عکسی هم همراهش بود، این خانمش با اینایی که باش آرد و خمیر و چیز میکردن، اینجا میگن رول یا رولر، نمیدونم قلتک چی میگن بهش، تو آشپزخونه های ایرانی خیلی هم استفاده نمیکنن. بله ایشون میگه جای بدی رو انتخاب کرده بود، همسرش توی آشپزخونه، اونم داشته با این
چیز چوبی کار میکرده، خلاصه زده تو سرش رو، میگه مراسم آن مرحوم مفقود صبح و بعد از ظهر فردا جهت عبرت سایرین برگزار میشود. امیدوارم عبرت بگیرید، آخر هفته هم هست، حواستون به خودتون باشه. دوستان این ماجرای کشتی بگیر و کشتی ببر و دزدان دریایی و آمریکا و انگلستان و اینها، خیلی ها این کشورها ما فکر میکنن اینها سوپر پاورن. اون سوپر پاور روسیه که چنان فیسش در رفت، سال کی بود؟ 90 بود، 89 بود، چجور ریخ پایین. اینم سوپر پاور آمریکا که از 4 تا پاپتی افغانی و نمیدونم پاکستانی عاجز مونده بعد از 18 سال، گویا ما میخوایم سربازا رو جمع کنیم برگردیم، و این رو هم به حساب یک شکست دیگه به نام مثل ویتنامی هم، ویتنام 2 شد برای آمریکا، میخوان برگردن بیان. بعد حالا کارشون رسیده که برن کشتی اینو بگیرن، کشتی اونو بگیرن، باج بدن، رشوه بدن به کاپیتان هندی کشتی ایرانی. حالا آخوندا چقدر از اینا پدر سوختنن، اونا قبل از این ماجراها نفت فروختن و به روسیه و پولش هم گرفتن و با شوروی و اینا معامله، و کشتی رفت و رسید اینجا. عکس‌های ماهواره‌ای آدریان دریا 1 به بندر ترتوس سوریه رسید، حالا یا ترتوس نمیدونم. این نفتکش پیش از آخرین سیگنال اعلام موقعیت خود را روز دوشنبه ساعت 15:53 به وقت گرینویچ فرستاده بود، یعنی زمانی که در مکانی میان قبرس و سوریه بود. همه هم میگفتن این میره قبرس، دوربر یونان و قبرس و فلانه، حالا رفت سوریه. و اما توقیف کشتی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس، 12 خدمه فیلیپینی دستگیر شدند. خب اون ماجرا رو ول می‌کنیم، میایم اینجا ببینیم که این یکی چیه. به نظر میاد جدیدتره، نوشته که بله 7/9 یا 9/7، این تاریخ هم آمریکایی‌ها برج ماه رو اول می‌نویسن، بعد روز می‌نویسن، بعد سال، که این باعث خیلی اشتباه ها میشه. اگه شما تولدتون از 12 به پایین باشه، روز و ماه و اینا اشتباه میشه. یه جا اروپا میای اینجا تاریخ میگه آقا تو گفتی مثلا الان سپتامبره، 9 سپتامبر، ولی این 6 فلان بوده. از این ماجراها دیگه خودتون میتونید. میگه گارد ساحلی ایران در منطقه خلیج فارس روز شنبه از توقیف یک یدک‌کش خارجی حامل سوخت قاچاق خبر داد. سرهنگ حسین دهکی فرمانده دریابانی استان هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت که این محموله سوخت قاچاق در آبهای شهرستان سیریک استان هرمزگان شناسایی و توقیف شده است. وی افزود در این عملیات یک فروند یدک‌کش خارجی توقیف و 283,800 لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش 322 میلیارد و 712 میلیون ریال کشف شد. چی شد؟ قرار بود واحد پول ایران عوض بشه، بشه تومان و بشه پارسه و 4 تا صفرش بره و اینها، مثل که هنوز خبری نشده. بله خیلی ممنون آقای احمدیان، میگن شما در اوج باشید. ممنونیم، شما هم امیدوارم که مثل همیشه بالا باشی و ما هم از این پایین شاهد هستیم. و اما میگه که وردونه، میگن آها این وردونه مال نون تنک بود، آخ اون یه تیر بود، آه تیر و تنک میگفتن، یه چوب گرد بود اینجوریش میگردن، اونو میگین شما؟ نه اینه که من میگم آقا قلتک حسابی، دوتا دستشو میگیرن اینجوری میفتن به جون خمیر، بازش میکنن، شیرینی درست میکنن، تو سر هر کی بزنی جون سالم به در نمیبره. بله آقای اکبری چون آلمان زندگی میکنن برام نوشتن که وی توی زبان آلمانی بهش میگن فا، یادمه مثلا هانوفر میگفتیم، در صورت که تا اومدیم آمریکا فهمیدیم که باید بگیم هانوفر که غلط. البته کی درسته کی غلطه من نمیدونم، فکر کنم اونا چون اصل و نسب بهتر و بیشتری دارن آلمانیا و اون زبانی که برمیگرده به اون لاتین اصلی و فلان، نه درست در باشه. به همین خاطر هم از شما تو کارهای پزشکی همه اینا رو میبینید با همون زبونهای قدیمی و اینها مونده و الی آخر. خب این هم از این، بریم سراغ چیزهای دیگه. این ماجرای قاچاق
اصلا شما اگر برید بنویسید دیزل آباد، متاسفانه ایران چه در زمان شاه چه در زمان شیخ نتونستن یک کاری بکنن که ماجرای بنزین و قیمت گازوئیل و اینها رو چیز کنن. گازوئیل ایران وقتی 100 لیترشو میدادن 24 تومن، یعنی 25 تومن هم نه، 2010 نبود، 2008 بود که 100 لیترش میشد 24 تومن. خب اینو خیلی هم داشتن میرفتن. بعد از انقلابم که این بیکیفیتی آخونده ها چی میگن بیمدیریتیشون و اینها باعث شد اون جنگ و بعد از ترکیه ماشینا بیان، ماشینا میومدن بعد خالی میخواستن برن، طرف گفت من چقدر احمقی هستم چرا خالی برم، تانکا رو گذاشتن زیر ماشین درست کردن و اینها، وقتی به بار داشتن این تانکا خالی میمد، وقتی که ایران میرسیدن این تانکا رو پر میکردن میبردن. بعد یه عده دیگه هم رفتن تو دیزل آباد دیزل یا بنزین یا سوخت رو میفروختن برای اینایی که مسیرهای ایران اروپا و اینها رو میرفتن. اگه کسی در این ماجرا بیشتر وارده، خودش قاچاقچی بوده یا خودش استفاده کننده از این مارکت بوده، بیاد توضیح بده خوشحال میشیم. ولی این بوده، حالا این دیزل داره اونجوری قاچاق میشه و میره و میاد، اینها باید صبر کرد ببینیم ماجرا چیه. ولی اینا همش از به اصطلاح عدم مدیریت یا سوء مدیریت، وقتی نتونن بلد نباشن با برنامه کنترل کنن، اینجوری میشه که به اصطلاح یه نفر میبینه آقا تو ایران تا گفتن کوپن این ماشینای کهنه ژیان و پیکان و اینها که افتاده بود کنار خیابون یه دفعه خریدار پیدا کرد، سندشو طرف میگرفت میبرد میداد، برای هر یه ماشینی کوپن میگرفت کوپنا رو میفروخت به راننده تاکسی بدبختی که میخواست بره کار کنه، میفروخت به نمیدونم مسافرکش که میخواست برو بیا. خب این دولت اگه احمق نبود باید به تاکسی ها هرچی بنزین میخواستن بده، بگه آقا تو اگه در البته خب حتما اون تاکسی هم پر میکرده میرفته دور میزده خالی میکرده میبنده، راهش هست رو کیلومترش بده، بهش ساعتی بده، نمیدونم در عوض مسافرهایی که میبره بهش بده. اینجا چجوری همه اینا رو کنترل میکنن بدونی که هیچ کسی کنترل کنه؟ اینجا این فری انترپرایز خودش کنترل میکنه. آقا من میزنم اینجا میخوام 2 تا پیتزا ارده بدم مینوسه 30 دلار، تا میرم اونور مینوسه 18 دلار، خب میرم از اون میخرم، از اینم بهتر. خودشون رقابت میکنن. ولی در زمان شاه اتاق اصناف درست کردن کار نکرد، در زمان اینا کاسبا رو شلاق زدن کار نکرد. آقا کاسبی رو که شلاق میزنی فردا میاد دکونشو میبنده پولا رو میفروشه میره قاچاق کشی. خیلی این کاری کردن، میافتن از بندرعباس DVD، اون موقع چی بود این DVD نمیگفتن، ویدیو نمیدونم فلان اینها. بله میگه که خانم شهلا مهدوی میگه جناب پارسا ویدیو قطع وصل میشد صدایش و 2 ساعته هم نبود. اون اولا حلوه اون برنامه دیروز بود که من چون دیر رسیدم و نتونستم با شما باشم، یک ویدیوی کوتاهی گذاشتم برای دوستانی که هی شب میان زنگ میزنن پیغام میذارن ایمیل میفرستن و ما روزای معمولی اصلا اینا رو نمیبینیم نمیشناسیم. ولی وقتی برنامه نداریم میگن آقا کجا بودی، میگن آقا ما تو رو نمیشناسیم که، هر چی میگیم حمایت که حمایت نمیکنه. در صورت شهر خانم شما اولا باید بگی چه وبسایتی رو نگاه میکنی، فیسبوک رو نگاه میکنی، از تلفن نگاه میکنی، تو آپارتمان هستی، کجا هستی. باورتون نمیشه من رفته بودم یه جایی، بعد نشستم دیدم نشد، رفتم به خانمه گفتم که این چی شد نوبت ما کی میشه، گفت او شما تکس گرفتی، گفتم نه. خب من اومدم اینجا برای احترام به دیگران صدای تلفنمو خاموش کردم، تکس برای چی بگیرم؟ گفت ما فرما رو با تکس براتون باورتون میشه یه پرستوی با شدت خورد به این شیشه. ما برای آقای مرتضی خجسته خواننده و پرستو صحبت کردیم، حالا پرستو اومد سراغ خودمون نزدیک بیاد تو این شیشه. در صورت دوست عزیز بعضی وقتا تلفنتون رو خاموش روشن کنید، بعضی وقتا یاد بگیرید تلفنتون رو چه کار کنید. شما نمیدونید پشت این تلفن ها چه پروگرامایی هست، چه جوری میتونید 100 تاشو خاموش کنید 100 تای دیگرش همینجوری داره کار میکنه. بذارید من بهتون یه چیزایی رو نشون بدم. شما میایین اینجا چی خدایا مال این سلولاره، وقتی میزنید نگاه کنید دوستان، نگاه کنید میبینید اینجا
این سبزا که میره، هر کدوم از اینا یه پروگرامه. حالا من خیلی با اسمارت فون کار نمی کنم و دو صفحه بیشتر پروگرام ندارم اینجا یا اپ بیشتر ندارم، ولی اینا همه تو تلفن شما روشن، اون پشت داره میچرخه. شما وقتی میخوای ویدیو نگاه کنی، ببین مثلا بذارش روی ایرپلین مود، بهش بگو من تو هواپیما هستم، گولش بزن. بعد که گذاشتی گفتی من تو هواپیما هستم، وصلش کن به کامپیوتر خونه، وای فای بهش میگن. الان ما منتظریم که وای فای به اصطلاح G5 و G6 بیاد. اینا جنریشن های جدیدن، همین چیزی که آقای شارلاتان ترامپ گفت من از همه بهتر بلدم. مردی که هنوز بلد نیست کامپیوترش خاموش روشن کنه، میگه من همه تکنولوژی بهتر از همه بلدم. هفته پیشم که دیدید چه آبروریزی کرد، آمد شد هواشناسی، بعد سر این بهش میگن قیف، سر این قیف طوفان اومد با ماژیک خط کشید و این ماژیک عاشق ماژیک این، اینجا میگن شارپی، تو ایران بهشون گفتیم ماژیک، حالا خدا میدونه اسمش مثلا بوده و اینا. با این خط کشید گفت این میره میخوره به آلاباما. هر چی بهش گفتن آقا آلاباما نمیخوره، خود آلاباما اون هواشناسیش گفت آقا این نیست، اومده رفته عکس پول داده، پول من رو تو چاپ کرده، مردنم واداشته اونجا نگاه کنید اینها، و خطی که کشیده کره خط با شارپی کشیده. آقا ببخشید دوستان، یادمون رو با آقای لادن تماس بگیر. خدایا ما چیکار کنیم از دستشون؟ با عرض معذرت از ایشون. بله اجازه بدیم من ویدیوی ایشون رو هم بگیرم و تصویرشون رو هم بدم به سیستم خودمون. این هم آقای لادن، کامرای 4 و خب دوستان عزیز. خب آقای لادن سلام و با عرض پوزش، هم از بابت دیروز هم از بابت یکی دو دقیقه امروز، ولی خوشحالم که تونستیم یک شنبه، یک روز شنبه ای هم با شما باشیم، چون به نظر میرسه بیننده ها روزای شنبه و یه شنبه و اینها بیشتر هستن. من بدون هیچ مقدمه ای از شما تشکر میکنم که با ما هستید و مثل همیشه سعی میکنم ازتون یاد بگیرم. به دوستان گفتم اول برنامه که شما 10 سال و نیم قبل یک مقاله ای نوشته بودید در رابطه با اسرائیل، مبارزه پنهانیش، با تسهیلات، با به اصطلاح تسهیلات هسته‌ای ایران، که من خندیدم گفتم دیگه همچین هم پنهانی نیست، الان عملا روباز دارن این کار رو انجام میدن. و دیروز یه پروگرامی حتی گذاشته بود تلویزیون آمریکایی که میگفت همین آقای نتانیاهو آمریکا رو پوش داد که به عراق حمله کنه و همین نتانیاهو و سیاست اسرائیل داره این ترامپ رو پوش میده که به ایران حمله کنه. من ساکت میشم و از بودن شما اینجا با ما احساس خوشحالی و تشکر میکنم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. به دوستانم گفتم میتونن از طریق فیسبوک تماس بگیرن، از طریق وبسایت شما، از طریق فیسبوک شما با خودتون مستقیما تماس بگیرن و همه ارتباط به اصطلاح راه ارتباط برقرار است. بفرمایید با شما هست. درود بر شما، خوشحالم که کسالت برطرف شده. درود به بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. دیدیم که هفته پیش، شاید 8 روز پیش، ترامپ یک تصویری رو منتشر کرد از سکوی پرتاب موشک در ایران که دچار حریق بود، آتش گرفته بود. 2 روز بعدش مقامات ایرانی تایید کردند که در پایگاهی در سمنان به نام پایگاه خمینی موشک پرتاب اون پایگاه، نه پایگاه، اسمش از سکوی پرتاب موشک هایی که ماهواره رو میبره بالا منفجر شده و دچار آتش سوزی شد. یعنی هم اون چیزی که ترامپ داد درست بوده و همین که اون انفجار به وقوع پیوسته. این منو یاد اون مقاله انداخت که شما بهش اشاره کردین، نزدیک به 11 سال پیش من منتشر کردم. تیتر مقاله بود مبارزه پنهانی اسرائیل با
تسلیحات هسته‌ای ایران، تیتر دومش بود اسرائیل با توسل به ترور و تخریب با دستیابی ایران به صنایع هسته‌ای مبارزه می‌کند. اینو حالا میخوام برای بینندگان و شنوندگانتون باز کنن که در این نوشته چی بود و اسرائیل چه کرده و چه میکنه در این مبارزه پنهانی. دو تا برنامه مشخص تهیه کرده بودن و دو تا اسم روش گذاشته بودن. عملیات اولشون اسمش بود مسموم کردن سیستم، عملیات دومش اسمش بود عملیات سربریدن. من میخوام این دوتا عملیات رو براتون روشن کنم. اول اینکه مسموم کردن سیستم این بود که اسرائیل به ویژه موساد که میدونین که مرکز عملیات پنهانی اسرائیل اطلاعات مثل CIA، مثل MI6، موساد در اسرائیل. موساد در اروپا با کمک CIA یه سری شرکت‌های ساختگی و جاسوسی به وجود میاره که اون اجناسی که بهش میگفتن استفاده دوگانه داره، اجناس یا کاربرد دوگانه داره، اون اجناس از طرف شورای امنیت فروشش به ایران ممنوع شده بود. اسرائیل میاد این شرکت‌های ساختگی رو بهشون میگه که اون اجناس کاربرد دوگانه رو به ایران بفروشیم. اینا میان خیلی آروم آروم و سیستماتیک شروع میکنن این نیازهای ایران رو برآورده کردن و بعد خود موساد یک جمله رو به کار میبره که میخوام اونو براتون بخونم. اول اینکه قبل از اینکه اونو بخونم، این اجناس دوگانه ببینیم چه چیزهایی هستن. اینا هر چیزی که تو تکنولوژی، توی صنایع و توی ترابری بوده که میشد ازش دو نوع بهره برداری کرد. مثلا شما یه دونه کامپیوتر لپتاپ دارین که میتونین باهاش کاراتون رو انجام بدین، ولی اگر خود این کامپیوتر سرعت و قدرتش بره بسیار بالا، بعد میشه ازش استفاده کرد برای پرتاب موشک و برای کارهای اونطوری. اون چیزایی که میرسید به اون درجه فروختنش به ایران قدرم. بعد میگه که یک برنامه‌ریزی دقیق میکنن که ایران بیاد به این شرکت‌هایی که داره این چیزها رو میفروشه اعتماد کنه که این شرکت‌ها نفوذ کنن توی دستگاه‌ها. بعد ببینید چی میگه. میگه که با ارائه قطعات و ماشین آلات معیوب به پیشرفت کار در مواقع حساس لطمه میزدن. خیلی مهم، با ارائه قطعات و ماشین آلات معیوب به پیشرفت کار در مواقع حساس لطمه میذاره. خب از این حساس تر که نمیشه. این جایگاه که در سمنان میخواسته یه دونه موشک ماهواره برا بفرسته توی فضا، خب این ماهواره وظیفه‌اش چیه؟ که بیاد مسائل رو روشن کنه، بیاد نشون بده که دشمن چی کار میکنه، چه کسایی در فضای ایرانن، دارن چه کار میکنن. اینو منفجر کردن. خب این نوشته 11 سال پیش ما الان نتیجهش امروز میبینیم. یعنی اینا کارهایی که برنامه ریزی کردن پیاده کردن. موساد نه تنها این ماشینالات رو دستکاری میکرده و به ایران میفروخته، بلکه حتی فروش اینا رو خیلی آروم و زمان طولانی انجام میداده که بتونه، خودش میگه، میگفتش که میخواستیم به تعویق بندازیم و به کندی جلو ببریم. به این عمل موساد میگه که مسموم کردن سیستم، و تونسته مدتها سالها این مسئله رو عقب بندازه و بهش لطمه بزنه. اما برنامه دوم بود عملیات سربریدن. امروز دیگه همه میدونیم، من فکر میکنم همه میدونیم
که اسرائیل موساد تعدادی از دانشمندان، متخصصان و مسئولان پروژه تسلیحاتی موشکی ایران رو ترور کرده. برای مثال و خودشون به این میگن فلج کردن پروژه، و این جنگ یه طرفه و پنهانی اسرائیل با ایران همون عملیاتی که اشاره کردم بهش میگه سربریدن. از جمله این ترورها قتل مرموز اردشیر حسینپور، یک کارشناس برجسته هسته‌ای در کارخانه اورانیوم در ایران بودش، که یه نمونه از این ترورهاست. و اینجا یه جمله است که میخوام برات بینندگان بخونم. این جمله از یک مقام امنیتی اتحادیه اروپا است، میگه اسرائیل در این نوع عملیات بیدرنگ و بی‌اعتنا به قوانین بین المللی عمل میکنند، همانطور که قبل از حمله به راکتور اوسیراک در نزدیکی بغداد دو کارشناس هسته‌ای عراقی به وسیله عوامل موساد مرموزانه به قتل رسیدند و یک کارشناس دیگر مفقود شد. برگردیم به ایران. بعد از مرگ مشکوک حسینپور، عوامل موساد مسئول علی محمدی، مصطفی احمدی روشن، داریوش رضایی نژاد و مجید شهریاری رو، باز دوباره اینا کارشناسا رو ترور میکنه. برای این میگم دیگه امروز همه میدونیم که دارن این کارو میکنن، ولی این مقاله مال 11 سال پیش. اینجا میخوام در مورد یوسی ملمن، یک ژورنالیست و متخصص مسائل اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل، و این نوشتش برای شما بگم و خواهش میکنم توجه کنید. ببینید با اینکه خیلی شنیدنش جالب نیست برای ما ایرانی ها، ولی میگه بدون حمله نظامی نیز میتوان صدمات گسترده و شدیدی به اماکن راکتور و پروژه هستی ایران وارد آورده، پیشدفر آن را به تعویق انداخت. این کاری است که موساد با موفقیت نسبی انجام میدهد. ولی چون محمود احمدی نژاد، علت که داره رجوع احمدی نژاد صحبت میکنه، برای اینکه این زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور بوده، شخصیتی متزلزل و بدون منطق بوده و قابل اطمینان نیست، بنابراین حمله نظامی اسرائیل به ایران جنبه دفاعی دارد. اینجاست که میگم برای ما زیاد مطلوب نیست شنیدنش. میگه از عکس العمل ایران نیز نباید ترسید، زیرا با وجود دستیابی به بخش‌هایی از تکنولوژی، ایران هنوز کشوری عقب افتاده است که به شدت درگیر فقر، فحشا، اعتیاد گسترده، نادانی عمومی و از همه بدتر فساد فراگیر است. در توانای ایران برای یک عکس العمل قاطع و مداوم در رابطه با حمله نظامی نیز باید شک کرد، چون قوای نظامی یک سیستم فاسد بوده و ببری کاغذی است. این نوشته آقای یوسی ملمن در نشریه هارتس در اسرائیل منتشر شد. موساد مدعیه که با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی اروپا تونسته توی پروژه هسته‌ای ایران نفوذ کنه و اطلاعات مهمی رو از دستاندرکاران خریداری کنه. ببخشید. خب ببینید، برای اینکه بدونیم این چقدر حقیقت داره، همین الان در ایران دارن یک عده‌ای از مقامات ایرانی که در این پروژه بودن و یک مقداری از این مدارک و این اسناد و فروختن، اینا الان دارن دادگاهی شدن و میخوان یه عده‌شون رو اعدام کنن. این همین الان توی جراید ایران و جراید ایرانی خارج از کشور هست. پس این گفته و این ادعا درست. اسرائیل بعدم میاد یه مقداری از این اطلاعات رو از طریق کشورهای غربی و از طریق
مطبوعات وابسته خودش فاش میکنه که ایران رو درگیر کنه با سازمان اتمی، با آژانس اتمی و با شورای امنیت. در این رابطه، برای اینکه باز دوباره اینو فکر کنم این اطلاعاتی الان خدمتتون میدم بیشتر میدونیم هممون، و اون اینه که یه دونه از این ساختمون ها، یه دونه از این پایگاه ها فاش میشه، و برای اینکه سر نخ نیفته دست آژانس بین المللی، ایران این پایگاه رو با بولدوزر نابود میکنه و به جاش یه دونه ورزشگاه میسازه. اینم فکر کنم هممون توی اخبار چند سال پیش اینو دیدیم. اینجا در مورد این که جمهوری اسلامی اینقدر نگران رخنه بیگانگان بود توی پروژه که چند نفری رو که دستگیر کرده بود علنن اینا رو افشا میکنه که یک اخطاری داده باشه به کسانی که ممکنه بخوان چنین کاری رو بکنن. ببینید، در مورد جاسوسی اسرائیل باید شک و تردیدی نداشت. چرا؟ حتی آمریکا، مهمترین و بزرگترین حامی اسرائیل، در بعضی موارد تنها پشتیبان اسرائیل در جهان، از گزند جاسوس‌های اسرائیلی در امان نیست. یک مأمور سابق موساد می‌نویسه، اینو باید براتون بخونم: اسرائیل برای پیشبرد مقاصد خود از هیچ چیز نمی‌گذرد، به هر کار دست می‌زند. این جاسوسی‌ها که به وسیله کلیمیان آمریکایی انجام می‌گیرد، صدمات شدیدی به برتری تکنولوژی در تعادل قدرت در مقابل دشمنان و رقبای خارجی به آمریکا زده است. در بعضی موارد بنا به اقرار متخصصین نظامی و اطلاعاتی، نزدیک نتیجه 25 سال تکنولوژی نظامی و اطلاعاتی برتر را خنثا کرده. در حال حاضر چندین جاسوس اسرائیلی که اکثریت کلیمی آمریکایی می باشند در زندانهای آمریکا به سر می برند. کسانی که می خوان بیشتر در این مورد بدونن، کتاب By Way of Deception. و اما در مورد تسلیحات هسته‌ای، اسرائیل بیشتر از 300 بمب هسته‌ای داره، ولی میخواد جلوگیری کنه از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای و میگه برای ما خطرناک. به همین دلیل دولت اسرائیل بزرگترین مشوق حمله به ایران بود در زمان جورج دبلیو بوش. البته همه میدونیم که امروز اسرائیل آشکاره، هم که شما در آغاز صحبتمون اشاره کردین، آشکار داره این کارو میکنه، ولی اون موقع پنهانی بود. و الان سیاست خارجی آمریکا، سیاست خاورمیانه آمریکا رو نتانیاهو و حزب لیکود تعیین میکنه. اینم میخوام یه اشاره کنم، آقای لارنس ویلکرسون رئیس دفتر کالین پاول بود زمانی که کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا بود. ببینیم چی مینویسه. میگه از سال 2001 مقامات دولتی و نظامی اسرائیل همواره پافشاری میکردند که دشمن اصلی ایران است و برای جلوگیری و از نفوذ ایران در منطقه باید حمله کرد، و پیشنهاد حمله اتمی نیز از ابتدا خواست آنان بوده. او میگوید وقتی آمریکا آماده حمله به عراق بود، آریل شارون از جورج بوش خواست که در مورد حمله به ایران با او ملاقات کند. دو هفته قبل از ملاقات، پیام‌های متبادی از اسرائیل به سوی آمریکا سرازیر شد که دشمن خطرناک‌تر از عراق ایران است. وزیر دفاع اسرائیل بن الیزر
با مقامات آمریکایی در این مورد چندین ملاقات داشت. نوشته ادامه داد: من میخوام اینجا متوقف بشم که اگر گفتگویی هست انجام بدیم و اگر بعد خواستین ادامه میدیم. نه، من در حین صحبت‌های شما اون عکسی رو که ترامپ توییت کرده بود فرستادم که گفتن این تاپ سیکرت بوده، خیلی محرمانه بوده، ولی میدونید که رئیس جمهور آمریکا اجازه داره هر چیزی رو در هر زمانی آزاد کنه. بعد معلوم شد گویا یک ماهواره به اصطلاح خصوصی این کار انجام داده که الان هنوز دارن میگن که این کاری که ترامپ انجام داده باعث شده که حتی خطری باشه برای اون ماهواره، حالا یا ایران یا همدست های ایران مثلا اونو بزنن اینها، چون اون عکس خیلی با کیفیت و اینا بود. من هر دو عکس رو در حین صحبت های شما نشون دادم. بفرمایید. من میگم اگه دوستش بشین، اگه دوستان پرسشی دارن در این مورد تا اینجا میتونیم صحبت کنیم، اگر نه من ادامه میدم. شما بفرمایید. اوکی. و اما اسرائیل مصممه که در درجه اول با کمک آمریکا این کارو بکنه، همون کاری که با عراق و صدام کرد. یعنی واقعا اسرائیل بدون پرداخت یک دلار هزینه و یا یک قطره خون اسرائیلی تونست عراق رو نابود کنه، ارتش عراق رو به وسیله یکی از عوامل خودش، جاسوسای خودش نابود کنه. اسمش پال رمر و بعد صدام هم که اسرائیل این کار انجام وسیله ایران از و اگر نتونه به وسیله آمریکا این انجام بده، میخواد خودش به صورت یاغیگری این کار رو بکنه. و الان باز دوباره مسئله داره جدیتر پیش میاد. همچون که میدونیم این جنگ های جانبی یا جانبی نیابتی میگه جنگ های جنابتی رو الان داره در سوریه و یمن و عراق انجام میده. یعنی حمله میکنه به جاهایی که ایران درش دست داره و ایران هم سپاه هم هیچ عکس العملی نشون نداده. یه دونه تیم از موساد و یک گروه ویژه‌ای که اینا به وجود آوردن ماها در یک منطقه‌ای در اسرائیل یه جایی رو ساختن کاملا شبیه نتنز، این جایی که در اسرائیل ازش هست صحرای نگف، و اینو شبیه نتن ساختن و این اشخاص سربازهای ویژه در اونجا و این مامورای ویژه در اونجا دارن عملیات انجام میدن که کاملا با نتنز آشنا باشن، که وقتی اینا رو میبرن توی نتنز پیاده میکنن اینا بتونن همه چی رو در دست داشته باشن، همه جا رو بدونن و با شناخت برن اون کارهایی که باید، تخریبایی که باید انجام بدن. یعنی در این حد دارن میرن جلو. یه کار دیگه که دارن انجام میدن، اسرائیل تونسته یک ماهواره رو روی ایران پیاده کنه، اسم اون ماهواره هست افق شماره 6 و این ماهواره تقریبا تمام مسائل موشکی و نظامی سپاه رو تحت کنترل و تحت اون مدار خودش داره و این در این بخش رو میشه از نشریه اینتلیجنس، من اشتباه نخونم، ایندیپندنت جیمز مور میشه بیشتر روش برین اگه کسایی که علاقمندن اینو انجام بدن. در ضمن اسرائیل 5 تا زیر دریایی که بهش میگن در زیر دریایی دیزلی دولفین، اینا مجهزن به موشک‌های اتمی هارپون و سیستم‌های راهبری زمینی که دولت بوش در اختیار اسرائیل گذاشت. اینا الان 5 تا از این زیردریایی‌ها که متعلق به اسرائیل در دریای عمان بسیار نزدیک به تنگه هرمز. خواستم اینا رو باز دوباره، اینم این اطلاعات هم هر کسی میخواد بیشتر داشته باشه،
اگه برین توی سازمان تمرکز بر سیاست خارجی هر کسی که علاقمنده میتونه بیشتر در این مورد مطالعه کنه. این به ایرانی هست سازمان تمرکز و سیاست خارجی یا انگلیسی آمریکایی؟ این خارجیه ولی به فارسی هم مسائل داره، یعنی اگه اینی بزنن میتونن درش بیارن. ببینید برخی از صهیونیست ها در غرب به خصوص در آمریکا معتقدن که ارزش اسرائیل برای آمریکا زمانیه که اسرائیل با مشت اطرافیانش و همسایه‌هاش رو میکوبه و موفق میشه، برنده میشه. میگن حتی شروع اینی که آمریکا شروع کرد به اسرائیل توجه کردن 1956 بود، یعنی 1956 زمانیه که اسرائیل کانال سوئز و اون منطقه رو میزنه و مصر رو از بین میبره، ارتشش رو. میگن تا اون موقع زیاد آمریکا به اسرائیل توجه نمیکنه، ولی دیگه که اسرائیل داره با چه قدرتی حرکت میکنه و اعراب رو شکست میده بعد بهش توجه کرد. اینا با این فلسفه میگن الان بهترین موقع است که منطقه رو، آمریکا رو، عربای سنی رو از شر جمهوری اسلامی راحت کنه و منطقه رو نابود کنه. و اگه این کارو بکنه میگن تمام کشورهای نفتی و اینا همه با اسرائیل کنار میان و باش کار میکنن. این خب یه فلسفه بسیار خطرناکیه، برای اینکه ما میخواییم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، نمیخوایم ایران رو نابود کنیم. ولی اینا حتی همونطور که معاون آقای کولن پاول گفت، اینا حتی تشویق میکنن آمریکا رو که از مسائل هسته‌ای استفاده کنه برای حمله به ایران. یعنی ایران اصلا اینجا براشون مطرح نیست. آقای لادن، شما از کشورهای نفتی صحبت کردین که اینا اگه ایرانو بزنن کشورهای نفتی دیگه هم مجبور میشن به اصطلاح هر کاری که اینا میگن انجام بدن. الان ما شاهدیم تو آمریکا این قیمت نفت به این پایینی اصلا باور کردنی نیست. نظر شما درباره این ماجراهای کشتی‌های نفتی و این بدو بستون و بگیر و ببند و اینها چیه که هم انگلستان هم آمریکا هم ایران واقعا مثل زمانهای قدیم که تو فیلم ها میدیدیم دزدای دریایی و اینها دارن عمل میکنن، در این مورد شما چی فکر میکنید و چیه؟ یعنی اینها واقعا قدرت ندارن جلوی یک کشتی رو بگیرن که میخوان بیان رشوه بدن به کاپیتان اون کشتی که کشتی رو بچرخون از این ور؟ اصلا خنده داره این چیزا رو وقتی ما میخونیم. آدم این روزا دیگه هیچ حرکتی از چشم اینها دور نیست که حالا یا ایران هم اگه بخواد نمیذاره که این کاپیتان این کشتی هر جا میخواد بره. اینجوری نیست که فرمون ماشین دست من باشه از جاده برم این ور یا برم اون ور. شما نظرتون چیه درباره داستانهای نفت و این ماجراهایی که میخوان به اصطلاح به مردم دنیا بقبرونن که این اوضاع و احوال اونجا به این صورت هست؟ ببینید شما داریم به دو تا موضوع متفاوت اشاره میکنید، ولی موضوع بسیار بسیار مهم. نفت رو یه لحظه بذاریم کنار، به کشتی ها توجه کنیم، بعد میتونیم بریم رو مسئله نفت. مسئله کشتی ها اینه که زیادم غیر عادی نیستش که آمریکا بخواد طرف رو بخره که این کار بکنه، برای اینکه اگه آمریکا بخواد غیر از اون بکنه هزینهش خیلی سنگین تره. یعنی اگه شما بری اون کشتی رو فرض کنین نیرو دریایی آمریکا اون کشتی رو توقیف کنه، این امکان وجود داره که سپاه هم بخواد یه کارهایی عکس‌العملی بکنه و همینطور که دیدیم چندین بار کرده. و اگر بکنه، یعنی آمریکا داره فکر میکنه که اگه ما این کارو بکنیم بعد اونا هم این کارو بکنن، ما نمیتونیم عکس‌العمل نشون ندیم، یعنی جنگ حتمی. آمریکا نمیخواد حتما بره وارد جنگ بشه. اگر نه تا حالا اسرائیل تو این 4 سال تونسته بود ترامپ رو وادار به این کار بکنه. آمریکا به قولش بکنم بذار شما گفتین که تا خرخره الان گیره. بله شما الان ببینید هر روز یک ماجرای به اصطلاح فساد
ترامپ و بچه‌هاش و اینها میاد بیرون. همین دیشب این ماجرایی اومد که هواپیماهای نیروی هوایی، البته من اینو هیچ وقت نشنیده بودم، من همیشه فکر کردم ایرفورس داریم فقط و نشنال گارد برای داخل آمریکا، ولی ایر نشنال گارد، گفت اینا میرن جایی میشینن که مجبورن از هتل ها و ریزورت ترامپ استفاده کنن و به خاطر همین فرودگاه های نزدیک اونها سوختی رو که به این هواپیما میدن میلیون ها دلار برای ما آمریکایی‌ها، برای تکس پیر، مالیات پردازان به اصطلاح گرون میشه. و این هر روز یه شکایت و اونا اون شکایت استیزا و ایمپیچمنت رو دارن بهش سرعت میبخشن و اینم نگران این که بره زندان. حالا میبینم دوستان نشستن که این بره ایران رو آزاد کنه، کلید طلایی شهر رو به اینها بده. بفرمایید. خب متاسفم برای اون هم میهنایی که اینقدر گمراهن. ببینید، داشتیم راجع به کشتی ها میگفتیم، من فکر کنم در زمینی که ما 100% با تمام وجودمون داریم تلاش میکنیم و امیدواریم که بتونیم رژیم فقاهتی رو سرنگون کنیم و یه رژیم ایرانی به جاش بذاریم، ولی این حرکت سپاه که عکس‌العمل نشون داد در مقابل انگلیس که یه کشتی ایرانی رو گرفته بود، حتی ماهایی که دشمن این سیستم هستیم تو خود تای دلمون خوشحال شدیم که اینا حداقل تونستن یه چنین کاری رو انجام بدن. ولی واقعا بعد به این به صورت بزرگتر نگاه کرد و اون اینی که آمریکا نمیخواد درگیر یه جنگ جدیدی بشه. الان گرفتاریش بسیار زیاده، در حدی که داره آوانس میده به طالبان که از افغانستان بیاد بیرون، و حکومت افغانستان الان به شدت نگرانه، حتی گفته لطفاً به ما نشون بدین که تو این گفتگوهاتون چیه، اون بدبستوناتون کدومه، چون حتی حکومت افغانستان از اون مذاکرات بی اطلاعه، یعنی میخواد بدونه که چه چیزایی رو دارن اینا تو اون در موردش گفتگو میکنن. پس آمریکا نمیخواد یه جنگ دیگه شروع کنه. این یکی از پوانایی که برای ماهایی که نمیخوایم ایران دوچار نابودی بشه وجود داره. ولی همونجوری که قبلا اشاره کردم، در کنارش الان اسرائیل داره این مسئله رو شعله آتیش رو بیشتر میکنه و امکان این که جنگ بدون آمریکا و با عملیات اسرائیل آغاز بشه که آمریکا مجبور بشه وارد بشه هست. چون اگر جنگ بشه، ببینین یکی از چیزایی که امکانش زیاده اینه که اگر ایران رو بزنن، ایران بلا فاصله اون منطقه رو که بهش دسترسی داره میزنه، یعنی امارات و عربستان و بحرین و اینا رو همه رو میزنه، چون هم تواناییشو داره هم اینکه میخواد عکس‌العمل نشون بده. اینه که شما دارین نگاه میکنین به یه منطقه‌ای که منفجر خواهد شد، یه چیزی که حساب یه روز و دو روز و یه سال نیست. از این نظر آمریکا میخواد گرفتار نشه. ما شما اشاره کردین به نفت، من فکر کنم داستان نفت دیگه برای فکر میکنم برای همه روشن شده، یا ایرانی‌ها دیگه میدونن که بیشتر مسائل در میهنمون زیر سر اینه که ما نفت داریم. یعنی شما نگاه کنین به پیدایش سلسله پهلوی، الان میدونم که سلطنت طلبها آمدن که خرخره من رو ببرن، ولی به وجود آمدن سلسله پهلوی با یک کودتای انگلیسی در زمانی انجام شد که قرارداد تحت الحمایگی ایران رو نتونستن در ایران پیاده کنن، یعنی فروختنش به وسیله وثوق الدوله که صدر اعظم بود و دو تا از وزرا، اونا رشوه گرفتن و امضا کردن، ولی این مسئله برملا شد در ایران و مورد انزجار ملت قرار گرفت و کسی جرأت نمیکرد اینو ببره تو مجلس و مجلسی ها وقتی میخواستن این قرارداد بیارن هیچ کمشون نرفتن تو مجلس، یعنی نمیخواستن چیزی رو امضا کنن، میگفتن حتما
همه رو نابود میکنن. خب وقتی که لورد کورزان وزیر امور خارجه انگلیس که نویسنده و به وجود آورنده قرارداد 1919 تحت الحمایگی ایران بود، دید که نمیشه، گفت ما باید یک نفر قلدر نظامی رو بیاریم سر کار و ازش حمایت کنیم که بشه عامل ما و خواسته های ما رو برآورده کنیم. و این کار رو انجام دادن با فرستادن یک جنرال انگلیسی به ایران به نام آیرون ساید. معاون این جنرال بود سرهنگ سمیت و مترجمی هم که مترجم ایرانی هم که با اینا همه جا می رفت اسمش بود سرگرد احمد خان. اینا همش سنده، اینا همش رو شده و اینها تونستن یک کودتایی را بندازن. حتی ژاندارم ها و مقامات امنیتی در تهران و همه رو خلع سلاح کردن، یعنی اسلحه هایش فشنگ توش نداشت که وقتی اینا میان هیچ درگیری وجود نداشته باشه. شب قبل از اومدن به تک تک اون قزاق‌هایی که داشتن می اومدن به تهران پول دادن و این باز سند وجود داره که چجوری سید ضیاء طباطبایی رفت پولا رو از سفارت انگلیس گرفت و با چه کسانی رفت در قزوین و این پولها رو توزیع کرد و کی اینا اومدن به تهران. ببینید، یعنی آغاز این داستان که حالا یه عده گمراه نادان میگن رضا شاه روحت شاد، در این که نمیدونن که دارن درباره کسی صحبت میکنن که نوکر و عامل انگلیس بود در ایران. بزرگترین لطمه‌ای که به ایران زد این بود که دو تا وظیفه داشت. یکی پیاده کردن قرارداد 1919 در ایران که بود تحت الحمایگی ایران، یعنی دو تا اهرم اصلی، قدرت، نیروی نظامی و نیروی مالی بعد در دست انگلیس باشه و بود در تمام دوران رضا شاه. و دومین خواسته انگلیس این بود که قرارداد دارسی که 1901 بسته شده بود و الان ازش چند سال گذشته بود، که دو کار در این قرارداد بشه، یکی این که تمدید بشه و یکی این که تغییراتی داده بشه که اون بخشایی رو که انگلیس نمیخواد از توی این دراره. یکی از اون بخشایی که نمیخواست این بود که در قرارداد دارسی نوشته شده بود پس از 60 سال که دوران قرارداد برمیاد تمام دارایی شرکت نفت در ایران متعلق به ایران، و اینا میخواستن این دوتا مسئله رو تغییر بده. ببینین، من علت که این داستان رو دارم براتون میگم، این ماجرا رو دارم براتون میگم، اینه که بدونین نفت چقدر ارزش داره. یعنی یک کشور بیگانه حاضر هر کاری رو بکنه که کنترل این شیر نفت در دستش باشه. حتی امروز که اینا میتونن با به اصطلاح ذرت و صویبیم و اینها همون نفت رو تولید کنن، باز هنوز برای اینها ارزش داره که این ماجراجویی رو ادامه بدن. بله، خب ببینید، هنوز ارزش وجود داره، مگر اینکه حالا ما برسیم به یه تکنولوژی که انقدر انرژی زیاد فراوان و ارزون بشه که ارزش نفت از بین بره. چون میدونید دیگه مسئله عرضه و تقاضاست. بله. تا زمانی که الان میشه فرض کنه نفت و 50 دلار در هر بشکه فروخت، هنوز ارزش داره. اگه رسید به 5 دلار دیگه این ارزش اپی میره. آقای لادن، بیان امروز اجازه بدیم یکم به این آقای ترامپ شالاتان کردیت و اعتبار بدیم. دو سه تا هست، یه مقاله میخوندم گفت فعلا تا حالا اولین پرزیدنتیه که جنگی رو آغاز نکرده. بعد شما راجع به طالبان و آوانس دادن و اینها صحبت کردین. اگر دقت کنید روزی که ترامپ این عکس رو منتشر کرد، بعد سوال شد ازش که ایران و اینا، فوری گفت که با یه حالتی که نمیخوام بگیم نشونه از ترس داشت، ولی میخواست مطمئن بشه که این صداش به گوش ایرانی‌ها و آخوندها و اینا میرسه که ما آمریکایی‌ها در
این سقوط موشک یا حتی منفجر شدنش چون اصلا از زمین بلند نشده، به اصطلاح دخالتی نداشتیم. حتی یه جوری هم حالا یا به شوخی گفت که برای ایران مثلا آرزوی بهتری ها رو دارم و اینها. و یه نکته دیگه‌ای که این دو سه تا اعتباریه که میشه به ترامپ داد، یه چیزی رو گفت ترامپ، گفت که قیمت نفت الان دیگه اینقدر بالا نیست که ما براش خون آمریکایی بدیم، عربستان و عراق باید به ما پول بدن تا ما به اصطلاح ازشون مراقبت کنیم. چیزی که هست این از بس زیاد حرف میزنه، حرفای خوب و درستی هم که میزنه اون وسط ها گم میشه. شما چه خنده ای میکنید، بفرم زمن. بله بفرم. مسائل بسیار جالبی رو دارین میارین وسط، ولی من با یکی از اون برداشت های خود متفاوت فکر میکنم. اون قسمتی که راجع به اون تصویر موشک، سکوی موشک گفت، من فکر کنم زیادم اونطوری نبود، فکر کنم داشت میگفتش مثل یه چی میگیم به فارسی میگیم سیخونک زدن بود. یعنی فقط این نبود که من امیدوارم که بهتر باشه و اینا، من فکر کنم داشت یهشون یه جوری ندا میداد که فکر نکنین که میتونین هر کاری دلتون بخواد بکنین. یعنی داشت از اون کار اسرائیل و موساد، اون تقریبی که اسرائیل و موساد کرده بودن، یا خود برای خودش کردیت میگیره. نظر شما درباره این که میگن این آقای نتانیاهو به خاطر مشکلاتی که مخصوصا الان مشکلات دادگاهی هم در کشور خودش داره، هم خودش هم خانمش، هم وضع انتخابات و هم مجلس و اینها، هم تشکیل دولت هم اونجا به مخاطره افتاده، میگن یکی از مسائلی که رهبران دنیا موقعی که میخوان ازش در برن ایجاد جنگ، آغاز جنگ در کشورهای دیگه. نظرتون در این مورد درباره نتانیاهو چیه؟ به غیر از این که همه میدونن اینو به عنوان اصلا وارمانگره میشناسن که اینجا اینا این اون کیه سیبیلوه جان بولتون که اتفاقا دعوا داره الان جان بولتون با وزیر امور خارجه، فکر نمی‌کنید که یه مقداری این مسائل هم همینجوری که ترامپ الان همه رو سرگرم این طوفان کرده و اون عکسی که با ماژیک کشیده بود، به جای اینکه مردم به اصطلاح منحرف بشن از اون ماجرای هتل و ریزورت خودش رو اجاره داده توی چیز به معاونش که میگن 180 مایل دوره از اون میتینگایی که باید میرفته، بعدم امروز که این ماجرای دیگه پیش اومد، فکر نمی‌کنید که تو اسرائیل هم به خاطر اینکه خود دولتشون الان مشکل داره دارن به قول شما سیخونک میزنن به کشورهای دیگه از جمله سوریه، عراق و ایران؟ من فکر کنم اسرائیل بعد بهش به این دوتا مسئله دو جور نگاه کرد. اینی که اسرائیل اول شروع کرد در سوریه مراکز که با ایران و سوریه با هم داشتن انجام میدادن زد، هر جایی که ایران میرفت پایگاه میساخت اینا میزدن، یه آزمایش بود که ببینه که عکس العمل ایران چیه، و خیلی همچین آروم آروم رفت شلو، همون جایی که به فارسی میگیم با پنبه سر بریدن، و دید که نه، هر چی میزنه هر چی نابود میکنه هیچ عکس العملی نیست. یه خود چه سر شد رفت تو عراق و مراکزی که ایران و ملیشه‌های عراق با هم دارن اونا رو زد، بازم خبری نشد، داره رفته داره لبنان هم باز دوباره میزنه. اون یه بخش دیگه از این مسئله است که هرچی که شما هیچی نگی اینا روشون زیادتر میشه. از اون طرف اینی که در مورد گرفتاری های نتانیاهو و اینی که رهبرها برای اینکه خودشون رو نجات بدن دست به جنگ میزنن، اون چیز داره، سابقه تاریخی داره و بارها انجام شده و حتی در آمریکا یک فیلمی هم ساختن Wagging the tail that wags the dog، یه هم چیزایی دومی که سگ رو تکون میده به جای سگی که دوم تکون میده، و اینم اون مسئله دومی که سگ رو تکون میده همینه، فکر کنم Wag the tail بود یه هم چیزی Wag the tail. این
میتونه امکانش وجود داره، یعنی امکان جنگ رو خودی میبره بالا که بتونه نتانیاهو رو از اون مخمصه نجات بده و محبوبش کنه، برای اینکه اگه جنگ بشه، یعنی اون وارد جنگ با ایران بشه، تمام اسرائیل با هم متحد میشن و اسرائیل یکی از کشورهایی که به شدت در درون کشور چیز وجود داره، طبقه بندی و جدایی وجود داره، حتی در مسائل دینی، چون میدونین که حتی کلمه‌هایی که سفید هستن با کلمه‌هایی که از کشورهای جهان سوم میان، اونا اصلا در یک ردیف نیستن. اونایی که از اروپا و سفیدا و نمیان بهش میگن اشکنازی، به اونا رو به گروه بعدی میگن سرفی، یا الان مثلا میخوام واژه‌اش تو ذهنم نیست، ولی خیلی مشکلات اونطوری در داخل اسرائیل وجود داره و اگر جنگ بشه همه اونا کنار گذاشته میشه. من عکس این فیلم رو نشون دادم، واگ دی داگ، رابرت دنیرو بود و اون داستین هافمن، و خیلی جالبه این فیلم های قدیمی رو بعضی وقتا با اتفاقایی که الان میفته در دنیا برمیگردیم نگاه میکنیم، میبینیم که همین ماجرا هست. شما یه چیزی رو اشاره کردین تو صحبتاتون، ماجرای اونایی که امروز میان میگن رضا شاه روحت شاد. یه مقاله هست، من اگه بتونم پیداش میکنم برای شما میفرستم، از دوستانم میخوام اگر این مقاله رو خوندن لطف کنن اینجا بفرستن که ما به اصطلاح بیشتر در مورد صحبت کنیم. نوشته بودن که این توی به اصطلاح تظاهرات و شورش های ایران، این ابتکار سپاه بوده، رضا شاه روحت شاد رو میگفته، بعد هر کی اونو تکرار میکرد و به اصطلاح اینا با ویدیو و عکس و اینها که دیگه قشنگ مدرک هم داشته باشن، یعنی وقتی طرف رو میگیرن دیگه خود طرف قشنگ رو تو ویدیو هم گفته و بتونن هر بلایی که میخوان سر اینا بیارن. تا چقدر حقیقت داره من نمیدونم. یه سوال دیگه که من از شما میپرسم، نقش روسیه تو این ماجرا چیه؟ ما از این ور میبینیم که مثلا روسیه وای میسه مقاومت میکنه، اونجایی که آمریکا میخواد ونزوئلا و برزیل و اینا رو چیز کنه، بعد هیچ سر صدایی نمیشه. الان راجع به سوریه یا ایران یا اینکه اسرائیل میخواد بیاد تو خلیج فارس، هیچ چیزی، هیچ سر صدایی نیست. چی فکر میکنید؟ اونا دارن چی کار میکنن؟ ببینید، اگر با این دید بریم جلو که هر کشوری دنبال منافع خودشه، از اون باید بشه اولین چیزی که ما بهش نگاه میکنیم. روسیه حاضره که تا اونجایی که منافع خودش هست حرکت کنه، میاد در ونزوئلا سر موقعی که میدونه که آمریکا قصد جنگ نداره، میاد اونجا 4 تا هواپیمای مستشار پیاده میکنه و وقتی هم آمریکا میگه شما کنار وایسین، ما میخوام اینجوری کنیم، میگه نه من اجازه نمیدم، و آمریکا میشه از کنار عمل اینشون ندار. ولی وقتی میرسه توی سوریه، مسئله یه خود بزرگتر میشه. برای چی؟ توی ونزوئلا فقط آمریکاست و روسیه، ولی توی سوریه اسرائیل یه طرفه، ترکیه یه طرفه، ایران یه طرفه، آمریکا هم در بیرونه. اینجا یه خود این مجبوره که آروم آروم آسه آسه بیاد و بره که گربه شاخش نزنه. چرا؟ برای اینکه منافع اسرائیل 100% اونجا وجود داره، منافع ترکیه وجود داره. اینه که اینا رو میگم، یعنی بازش میکنم، میخوام بهش اینطوری نگاه کنیم که روسیه برای منافع خودش در هر جا یک حرکت هایی میکنه، ولی داره کاملا از اینی که مذهب هم یه واژه منفی به کار نبرم، فکر کنم واژه بیزه زیاد منفی نیست، بیزه های ترامپ در دست آقای پوتینه. بنابراین خیلی قشنگ میتونه مقاصد خودشو و منافع روسیه رو حفظ کنه.
بسیار ممنونم از شما. آقای سعید از کالیفرنیا نوشتن دو گروه یهودی در اسرائیل، یکیشون اشکنازی هستن و یکی دیگه سفارادی که بهشون میگن اشکنازیست و سفارادیم. من سوالم اینه که این سفارادیم هستن که یه دهکدهایی رو دارن، به اصطلاح یه جورایی به خصوصی زندگی میکنن، میگن به اندازه‌ای که مصرف میکنیم تولید میکنیم اینا، یا یه گروه دیگه هست که توی اسرائیل نیستن؟ یه گروه دیگه است. یه گروه دیگه است. ولی سفارادیم، فرق اشکنازی و سفارادیم تا اونجا که من میدونم اینه که اینا از کجا اومدن. اشکنازی ها سپیدای اروپایی هن، سفارادیم از کشورهای جهان سوم و عرب و اینا اومدن. و دو من تفاوتشون رو در این دیدم، در چیزایی که مطالعه کردم. ولی اونی که شما گفتین گروه هایی هستن که اونطوری هستن. و حتی در اسرائیل تندروهای یهودی، شما اگر روز شنبه برین تو محلشون، اگه با ماشین برین به ماشینتون با سنگ حمله میکنن. یعنی که روز شنبه که میگن سبت، شما حق خیلی کارها رو ندارین، استفاده کردن از ماشین و برق و تلفن و چیزای دیگه. بله. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم و هستیم. اگر سوالی دارید در مورد صحبت‌های ایشون یا نظری دارید، چه الان چه بعداً، میتونید در صفحه فیسبوک، هم اینجا که برنامه اجرا شد، هم در صفحه فیسبوک خودشون که در حین برنامه هم بهتون نشون دادم، در تماس باشید. این هست یا اندیشکده، فیسبوک اندیشکده یا سایت اندیشکده؟ بله، سایت اندیشکده هم زیر اسم شما نوشته بودم، حالا بعد شما ویدیو رو می‌بینید، اندیشکده.net یادتون باشه، و آخرش هم h نداره. آقای لادن، خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردیم بعد از چند هفته. اجازه بدید من سالگرد 51مین یا 51مین سالگرد ازدواج شما رو با همسرتون تبریک بگم و امیدوار باشم که 100مینش هم ما باشیم، شما باشید که جشن بگیرید باهات. نه اصلا نمیخوام به اونجا برسیم، شما باشید ولی من نمیخوام باشید. خیلی ممنونم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه ازتون خداحافظی کنیم تا دیداری دیگه. حتما، سپاسگزارم. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. هنوز اطلاعات ایشون و صفحهشون روی صفحه هست میبینید، و اگر خواستید تماس بگیرید یا سوالی داشتید، یا مستقیم با خودشون یا از طریق صفحه ما هم اگه تماس بگیرید، من برای ایشون ارسال میکنم. خیلی ممنون هم از ایشون هم از شما دوستان که با ما بودید. شما هم میتونید در برنامه خودتون رو داشته باشید در تلویزیون مردم، یا به اصطلاح دوستانی رو دعوت کنید. اجازه بدید من این کامرای دو رو خاموش کنم که آره تصویر آقای لادن بود، حالا که رفتم اینجوری سفید نشون. خب دوستان، این برنامه به جای برنامه دیروز بود. همینجوری که ما اگر بدهکار هستیم 24 ساعت هم صبر نمی کنیم و پرداخت می کنیم، شما بدهکار نیستید، ولی اگر میتونید حمایت کنید و پرداخت کنید. اون دوستی هم بهتون گفتم آمده و ویدیوهایی گذاشته و توضیح میده، برای من نوشته که من به فکر پول ساختن و فروش این اطلاعات نبوده و نیستم، و من هدفم خدمت به ایرانی ها هست. اگه شما هم میخوای به ایرانی ها خدمت کنید، فیلم های من رو به اصطلاح مجانی پخش کنید. ما دوست عزیز انقدر خدمت کردیم که دیگه حسابمون پاک پاکه. این آقای فکرم جلیل شهناز بوده، نه تاج اصفهان، تاج اصفهان، میگن توی یک مراسمی که کنسرت داشته و اینها، مردم براش دست میزنن، بعد میگه کف نزنید، جیب ما پر از کفه. دست میکنه دوتا جیبشو میکشه بیرون، نشون میده که جیب ما پر از کفه، یعنی هیچی نیست، خالی. دست دار دوست عزیز، هزینه تلویزیون مردم تقریبا میشه بگی نزدیک به پول یه ساندویجه، نزدیک به پول یک قهوه است. تنها هدفیم که من این هزینه رو میگیرم اینه که خودمون رو از مفت خور بودن رها کنیم.
و الا اونایی که منو میشناسن میدونن من یه ساعت اینجا ویدیو میگیرم، یه ساعت اونجا یه کار رانندگی میکنم، اینها 100 دلار، 135 دلار، 150 دلار، 200 دلار تو آمریکا میگن چرک دست، از این ور میاد از اون ور میره. ولی من و شما باید یاد بگیریم اگر میخوایم کاری انجام بدیم، خب هدف داریم که کار میخوایم انجام بدیم، باید برنامه داشته باشیم، وسیله داشته باشیم، ابزار داشته باشیم، نفرات داشته باشیم، پول داشته باشیم خرج کنیم. پول نداری؟ شما برو کنار خیابون وایسا به مردم بگو که من میخوام نیم ساعت برنامه بذارم، این تلویزیون به من میگه 30 دلار باید بدی، و باید ببین مردم اینجا چجوری به شما کمک میکنن. ما بلد نیستیم. اون وقت هی میشینیم میگیم این آخوندها احمقه. آقا چجوریه که این احمقه 40 سال سواره با همه این کشورهای دنیا، اونا میگن ما با آخوندها در جنگیم؟ من که باور نمیکنم، چون اگه این همه کشور با آخوند در جنگه، خب خاک بر سر این کشورها، چجوری اینا هنوز هستن؟ پس اینا دروغ میگن. چجوریه اینها دوام آوردن ولی شما توی یه کاری که میخوان انجام بدین تو قدم اولیش موندید؟ خب بذارید بیشتر از این صحبت نکنیم و یه چند تا نوشته دیگر رو که اینجا گذاشتیم بخونیم و بعد از شما خداحافظی کنیم. بازم از آقای لادن ممنون و متشکرم و بریم ببینیم چه باید کرد. یک ویدیوی یه دوستی برای من فرستاده، سبک زندگی دیوانوار میلیونرهای دخترباز. هر کدومون یک کسایی رو میشناسیم، حالا از طریق تلویزیون و اینها یا حتی تو زندگی‌های شخصیمون دیدیم یه عده‌ای رو که به یه پولی رسیدن، چه کار میکنن و میرن و نمیدونم زنشون رو طلاق میدن، یا مثل هیو هافنر زنه رو داره تو 3 زن دیگه هم اون ور خیابون میگیره و میذاره اینها. ولی مهم اینه که همه اینها به یک جایی میرسن که حسرت روزایی رو میخورن که پول نداشتن. این خواننده کیه؟ بیمر، جاستین بیمر. برید نگاه کنید ببینید الان با چه موزلی روبرو هست. 16 سالگی شروع کرد، مشهور شد، ببینید تا حالا چند تا زن و دوست دختر رو گرفته، طلاق داده و فلان اینها، دین عوض میکنه، یه دفعه از این وری میشه، یه دفعه از اون وری میشه. بعضی وقتا ما میگیم آقا خدا رو شکر که ما نه مشهور هستیم، نه معروف هستیم، نه پولدار هستیم، همینی که هستیم خوشحال هستیم و به اصطلاح پامونو به اندازه گلیم خودمون دراز میکنیم، ولی به هیچ کس هم اجازه نمیدیم که به اصطلاح پاشو رو گلیم ما بذاره و این گلیم تمیز رو گلی کنه و کثیف کنه. خب این سبک زندگی دیوانوار و یک فیلمی رو ما به شما نشون دادیم، دکتر نبی از ایران که چجوری وقتی معروف شده و پولدار شده نرفته مثل اینا زن و دختر رو اینها بگیره و وایستاده به اصطلاح خدمت میکنه به اون شهر خودش، محل خودش. همون چیزی که من بارها همیشه گفتم، اینجا میگن شما میدونی think global یعنی فکر دنیا و جهان و اینها باش، ولی act local، ولی عملت باید از خونت شروع بشه، از کوچت شروع بشه، از منطقت شروع بشه. و یک ویدیوی دیگه بود اون روز نشون دادم، یک کارگردانی صحبت میکنه درباره این که چرا آقا من آشغالای ماشینمو جمع میکنم ولی پرت میکنم تو خیابون. این عدم به اصطلاح مالکیت، احساس مالکیت نمیکنیم به کوچه، به خیابون. ولی اگه احساس مالکیت بکنیم، من اینجا نشستم، طرف میاد حتی با سگش رد میشه، سگش یک کاری میکنه، بعد میریم تمیزش میکنیم. این احساس مالکیت رو تو خودمون قوی کنیم، بعد خدمت کردن به این و اون، نه به صورت اینکه حتما باید یه پولی بدی تا من بیام اون ور خیابون مثلا این کارا رو برات انجام بدم، که این کار اینجا داوطلبانه خیلی انجام میشه. میگن که تاج از همونایی بود که شما میگویید مفتخور. من تاج را میشناختم بهش. ای بابا خانم تندازی، شما که میگه از من جوانتره، جوانتری چجوری تاج رو میشناختی؟ خب و دیگه من نه ایشون رو دیده بودم نه حتی ویدیوی چیزی هم ازش ندیدم، در صورت این نقل قول یا حدیث یا روایت رو شنیده بودم. تو آمریکا به نقل قول و حدیث و روایت میگن هیرسه، یعنی طرف اینجا نیست تو داری ازش حرف میزنی، قابل چیزم نیست در دادگاه و اینها
به اصطلاح مثلا تا میگی آقا من رسیدم اونجا، اون گفت میگی حسن حرف نزن، اگه هستش اینجا بیاد شهادت بده، اگه نه میشه حدیث روایت. و ما چقدر بیچاره هستیم که همه زندگی ما بر اساس حدیث و روایت، از این ور از طرف دین خرافات، از اون ور طرف دروغ و تاریخ. روز روزگار بر شما خوش. با وجودی که امروز شنبه هست، این برنامه مال دیروز بوده، حالا مثل کتلت یه شب مونده مزدش بهتر میشه. روز دوشنبه احتمالاً با شما نخواهم بود یا دیرتر برنامه خواهم داشت. تصمیم گرفتم که برنامه رو جوری بذارم که دوستان کالیفرنیایی هم اینقدر نق نزنن بگن ما سر کار هستیم. در صورت این روزا شما میتونی هر وقت دلت میخواد برنامه رو نگاه کن. بهتم میگم چجوری. یه دوستی ما داشتیم گفت آقا من دوست دارم صبح زود به جایی که برم روزنامه بردارم برم نامه برم اومده باشه، ولی پستچی ما ساعت 2 بعد از ظهر میاد. یه دوستون بهش گفت آقا یه روز نرو پست تو بردار، هر وقت صبح بلند شدی برو نامه دیروز اونجاست. البته تو بعضی از محله ها یادتون باشه نامه هایی که میمونه بچه ها میان با چوب بیسبال میزنن صندوق پستی رو داغون میکنن، بعضی ها میان یه چیزی بهش میگن چری بام. الان دیگه این کارها رو کسی نمیکنه، اول سرشون تو کامپیوتره، سعی میکنن کامپیوتر تو مثلا هک کنن. میومدن چری بام میذاشتن توی میل باکس و اینها، اونم یه چیزیه. خب خانم تنازی میگه من از نوجوانی میشناختمش از نزدیک. خانم ما رو داخل این داستانهای خصوصی نکن، برو قبل از اینکه کار به جای باریک بکشه. ایشون هم فوت شده و رفته، همون جوری که نوشتیم برای آقای مانوک خدا بخشیان که باش خیلی اختلاف داشتم، چون به نظر من هیچ چیزی به غیر از مزخرف نمیگفت و همش هم پوز میداد به دیگران که ببین من چقدر بازی بلدم، سنترنج بلدم، اون بلدم و شما هیچ هستید. حالا که رفته rest in peace، همون خدا رحمتش کنه، آسوده بخواب مانوک که ما بیداریم، نه تو پخی بودی نه ما آقایی میشی. روز روزگارتون خوش و برنامه ها رو به دیگران هم معرفی کنید. مرسی که با ما بودید.